يا محمد يا طاهر الأخلاق يا محمد يا هدي الأكوان يا محمد يا تجرس لله يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله. Maybe dark days for the Swaggart Church, but as the sky cleared, his congregation in Baton Rouge, Louisiana, were to turn out in force. Families anxious to show that their leader could come back with a clear conscience. It was only 3 months ago that they'd heard this. I have sinned against you, my Lord. And I would ask that your precious blood... توی بر من پدر کز به محض از قصه تسلیز تو از آن با خبر تو فرستادی مرا بر قوم موسی تا که من این یهودان و نصاران را بسازم با خبر بار الله من به این امت بگفتم عبد تو پیغمبرم حرف و پیغامت رساندم و از محمد هم خبر من به اذن تو کبوتر را ز گل پرداختم روح خود در آن دمیدم تا تو را آرد خبر گر که کوری را شفا دادم دوایش از تو بود ای طبیبا من ز علم تو کجا دارم خبر چون که پرسیدن مرا از روز آخر امتم همچنان گفتم نمی دانم به سبحانم خدا دارد خبر آن که گفت من را بدار یا که صلیب آویختند از تو و عدل تو و روز معادت بی خبر هان انجیل تو را کافر به تحریفش کشید چون که این اهریمنان از قول شیطان با خبر بار الله آخرین حرفت محمد گفت وقت رفتنش کیست گمره آنکه از قرآن و اطرت بی خبر کیست گمره آنکه از قرآن و سنت بی خبر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه دیگری از قرآن کریم و کتاب مقدس مسیحیان. امروز طبق منوال هر هفته روز شش بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم متاسفانه آقای دکتر رو با خودمون نداریم. دکتر علی در این روزها سرشون الحمدلله شلوغ است و در مراکز و مساجد مختلف مشغول به سخنرانی میباشند. انشالله که هر جا که باشن دعای خیر ایشان هم بر دقه ما باشد. ما هم دعا میکنیم که ایشان همیشه مثمر ثمر باشند برای احاطه راه حق به تمام مسلمین و غیر مسلمین. خدمت شما عزیزان عرض کنم که آنهایی که برنامه ما رو هر روز دنبال میکنید، هر هفته دنبال میکنید، در عرض این دو سال اندی در تلویزیون اسلامی ایمان و در تلویزیون های سابقی، همه میدانید که برنامه ما مقایسه ایست بین قرآن کریم و کتاب مقدس مسیحیان. در این برنامه خدای نکرده هیچ گونه قصد اهانت توهین به هیچ کدام از بزرگان و پیامبران خدای کریم نیست. ما مسلمانان بر این هستیم که تمام پیامبران به گفته قرآن کریم باید مورد ستایه، مورد قبول و اعتقاد تمام مسلمانان در تمام جهان باشند. یعنی ما نمیتوانیم حتی فرقی بین پیامبران خدا بگذاریم اونطور که قرآن دستور داده است، ولی همه آنها را به یقین ما میپذیریم، به خصوص پیامبرانی چون حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، ابراهیم، نوح و خاتم النبیین حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. همونجوری که ما می‌دونیم حضرت عیسی یکی از پیامبران اولوالعزم باشد و به اذن خدا دارای معجزات فراوانی است، کسی که در قرآن در گهواره لب به سخن می‌گوشد و از عصمت مادر خود در مقابل مخالفین و کافرین آن زمان دفاع می‌کند. و همونجور که میدانیم باز سوره یکی از سوره هایی که در قرآن کریم است از حضرت مریم علیه السلام میباشد که
مادر حضرت عیسی علیه السلام است و بارها بارها از حضرت عیسی علیه السلام در قرآن کریم نام آورده شده است. همونطور که ما میدونیم حدوداً بین 25 تا 29 بار در قرآن کریم از حضرت عیسی نام برده شده، ولی از لحاظ نام بردن حضرت رسول الله به اسم محمد صلی الله علیه و سلم 4 بار و یک بار هم به اسم احمد. و این نشان دهنده این است که حضرت عیسی علیه السلام یکی از پیامبران اولوالعزم بسیار دارای اهمیتی میباشند و قصد ما هم در این برنامه ها خدای نکرده هیچ گونه توهینی به این پیامبر بزرگ خدا نیست، فقط حقایقی را که ما برای شما بازگو میکنیم از قرآن کریم و از کتاب مقدس مسیحیان، آنهایی که هنوز دست نخورده باقی مانده است. ما همونجور که میدانیم و قرآن هم شاهدان است، بسیاری از آیات، چپترها، بابهای کتاب مقدس متاسفانه تحریف شدند و اینها نه تنها در همان زمان، به مرور زمان که سالها سالها ما پیش آمدیم بارها برای شما عزیزان تذکر دادیم، حتی در سال 325 میلادی، بعد 361، 80 و 400 و اندی به این کتاب ها چیزای اضافه شده و کم شده است و اینها نمیتواند کلام خدا باشد، چون کلام خدا کلامی است که خدا خود را آن را مورد حفاظت قرار میدهد. همون جور که در قرآن کریم ما میبینیم در سوره مبارکه هج آیه 9 خداوند این را خود ضمانت میکند، خود قرآن را حفاظت میکند. پس این نشان دهنده این است که قرآن کلام خداست و نمیتوان در آن تحریفی به وجود آورد. و دیدیم که گروهک های آمدن و خواستن در سوره مبارکه توبه دو آیه آخر آن را دستکاری کنند که خوشبختانه دیدیم که آنها هم کارشان به جایی نرسید، چون همونجور که ما گفتیم قرآن را خود خداوند متعال تضمین و ضمانت و حفاظت می کنند. پس کلام خدا کلامی است که خود خدا آن را حفاظت می کند، نه داستان هایی رو که در این کتاب ها نوشته شده و به صورت 66 کتاب در آمده و پر از زد و نقیض می باشد، پر از داستان های عجیب و غریب می باشد و متاسفانه انسان را نه تنها به راه خدا نمی آورد، بلکه با خواندن بعضی از این باب ها و چپتر ها انسان از خدا هم دور می شود. و این نشان دهنده آن است که بسیاری از مسیحیان و حتی آنهایی که کشیش بودند، اسقف بودند و کارهای دینی انجام میدادند، بعد از واقعا خواندن این کتاب اصطلاح مقدس بر این پی بردند که هیچ گونه اثر رحمت و هدایتی از طرف خداوند در این کتاب نیست، بلکه بسیار بسیار گفته های زد و نقیض آمده است، داستان های عجیب و غریبی آمده است، از چیزهایی صحبت میکنند که با عقل بشر جور در نمی آید، نه با عقل بشری که مانند غیب باشد. ما صحبت هایی رو میکنیم که اصلا در هیچ کدام از کتاب های داستان هایم حتی بخواید معمولی هم باشه چنین چیزهایی رو شما پیدا نمیکنید. چرا ما بر این هستیم که قرآن خود میگوید که تورات و انجیل از کتاب های آسمانی میباشند، ولی تورات و انجیلی که دست نخورده باشند و متاسفانه همونجوری که ما گفتیم با دلایل، با اسنادی که ما برای شما عزیزان هر دفعه در این برنامه میاریم نشون میدیم، این نشان میدهد که این بسیاری از این کتاب ها تحریف شدن. در هر صورت امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و اجازه بدیم که برنامه امروز رو با بحث این امروزی آغاز میکنیم و بعد هم کسانی که از عزیزانی که سوالی دارید، خدمت شما نظری دارید، ما خیلی خوشحال میشیم از شما بشنویم. و همونجوری که ما میدونیم این برنامه تلویزیون اسلامی است، خانواده ها نشستن به خصوص در این ماه مبارک رمضان که طاعات و عبادت همه انشاءالله مورد قبول خداوند قرار بگیره، همه نشستن و دارن این برنامه ها رو میبینن و قبل از ما هم برنامه‌های مختلفی بود که انشاءالله خدا تمام مجریان و برنامه گذاران این برنامه ها رو عزت بده و ما هم همین بر این هستیم که نهی از منکر بکنیم و امر به معروف انشاءالله که مورد قبول خداوند متعال قرار بگیره. بحثی که امروز میکنیم ما راجع به این است که یگانگی خدا. بارها بارها ما مسلمان ها میدانیم و حتی مسیحیان و کلیمیان عزیز که یگانگی خدا یعنی چی؟ یعنی احد بودن خدا در چیست؟ قرآن ما میبینیم به صراحت در تمام آیات، تمام سوره های قرآن کریم خداوند اکثرا خود را معرفی میکند که نور سماوات است، چیزی شبیه خدا نیست، خدا میمیراند و زنده میکند. خدمت شما عرض کنم که
تنها مالک جهان و این جهان آن جهان تمام بنی بشر چیزی رو که خدا خلق کرده خداست و ما میبینیم که خداوند همینجور در احد بودن خود بسیار بسیار تأکید میکند و همینجور آمده است که هیچ کس نباید به خدا شرک کند و واقعا بعد از اینکه مثلا یکی از آیاتی مثل آیه مبارکه آیه شریفه آیت الکرسی که خداوند واقعا چه چیزهایی رو تعریف میکنه که خدا نمیخوابد همه چی به اذن خدا هست اگر کسی شفاعتی میکند به اذن خدا هست اگر زمین و آسمان ها میگردن به امر خدا هست یعنی ما میبینیم که خدا خودشو کاملا در این قرآن کریم به همه معرفی میکند مثلا در سوره بسیار کوچک اخلاص ما میبینیم که در این سوره بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ببینید مثلا در این سوره مختصر و مفید واقعا یک میشه گفت البته خدا چیزیست که واقعا نه جا دارد نه مکان دارد ولی اگر بخوایم مثلا از لحاظ صحبتی بکنیم که همه متوجه بشیم مثلا این سوشال سکیوریتی نعوذ بالله خداوند است این شناسنامه است این خدمت شما عرض کنم که گفت سرتیفیکیت این برت سرتیفیکیت گاد می باشد یعنی در اینجا خداوند با همه اتمام حجت می کند که خدا چیست خدا نمی زاید خدا زاییده نمی شود خدا صمد است به کسی احتیاج ندارد و این از گفته قرآن است حالا ما همونجور که من به عزیزان شما بارها گفتم هستن آیات چپترها و بابهایی که هنوز در کتاب مقدس هم باقی ماندن چون خود قرآن تایید کننده این است که تورات و انجیل قبل از قرآن بودن و کلام خداست ولی گفتم متاسفانه بسیاری از اونها رو تعریف کردم و خود قرآن این را نیز تایید میکند حالا ما اگر مثلا اجازه بدیم برویم که به کتاب تورات یا انجیل کتاب مقدس اول داریم سری میزنیم به تورات همونجور که ما میدونیم تورات شامل 5 کتاب است و این کتاب ها هستند که پیدایش خدمت شما عرض کنم که اعداد خروج لاویان و تثنیه این 5 کتاب اول کتاب که باز کنید کتاب مقدس شما این 5 کتاب رو تورات میگویند که نوشته آن را هم به حضرت موسی علیه السلام نسبت میدهند بعد از اون هم که بعد عهد عتیق شروع می شود و پیامبرانی که بودن و نبی هایی که بودن و اینها را هم عهد عتیق می گویند تا برسیم به اناجیل و که عهد جدید شروع بشود البته در اجازه بدین که ببینیم حالا در این کتاب های تورات که زمان حضرت موسی بوده خداوند راجع به خود چی می گوید اگر ما به تثنیه چپتر 4 آیه 35 خداوند می گوید خداوند این کارها را کرد تا شما بدانی که فقط او خداست و کس دیگری مانند او وجود ندارد پس میریم در خود کتاب مقدس مسیحیان میبینیم در تثنیه دودرانمی در چپتر 4 یا چپتر 4 35 ورس 35 خداوند میگه این خدا این کارها را کرد این معجزات را کرد این ثواب ها و اجرهایی را به شما داد که بدانید فقط او خداست کسی دیگر مانند او وجود ندارد یعنی هیچ کس دیگر مانند خدا وجود ندارد توجه کردید این بنده که خودش داره اتمام حجت میکنه حالا در تثنیه دوباره چپتر 4 آیه 39 پس امروز به خاطر آورید و فراموش نکنید که خداوند هم خدای آسمان ها هم خدای زمین است و هیچ خدایی غیر از او وجود ندارد ببینید دیگه این از کتاب مقدس مسیحیان می باشه این قرآن نیست که من برای شما می خونم تثنیه چپتر 4 آیه 39 پس امروز به خاطر آورید و فراموش نکنید که خداوند هم خدای آسمان ها و هم خدای زمین است و هیچ خدایی غیر از او وجود ندارد وقتی اینجا میگه هیچ خدایی غیر از او وجود ندارد لم یلد و لم یولد ها یعنی هیچ خدایی غیر از او وجود ندارد خواهران و برادران مسیحی من یا در حقیقت گفت پولوسی من دیگه این خدایی غیر از خدا وجود ندارد این داستان پسر خدا خدای پدر روح القدس اینها را چه جوابی شما دارید میدهید این از کتاب تثنیه کتاب زمان حضرت موسی در تورات عهد عتیق می باشد این در کتاب خود مقدس آمده است اگر شما نمی توانید همونجور که ما بارها گفتیم
عهد جدیدی ها نمیتوانید از عهد عتیقی ها خود را جدا کنید، چون شما بر این هستید که خدای زمان همان موقع هم نعوذ بالله عیسی علیه السلام بوده است، پس خود را نمیتوانید جدا کنید. پس این توجه کنید که در تثنیه چی آمده است. اونایی که دارید به من زنگ میزنید، اگر شما 5 دقیقه به من اجازه بدین، من انشالله این چند تا آیه دیگر میخونم، بعد در خدمت شما عزیزان هستم. تشکر میکنم. حالا ببینیم در کتاب اعداد، در کتاب اعداد چپتر 23 از 18 تا 24، این خیلی جالبه، میگه خدا انسان نیست، خدا انسان نیست که دروغ بگوید و مثل انسان نیست که تغییر فکر دهد. این خیلی جالبه. ببینید، یعنی خود اینجا در کتاب اعداد یا نمبرز در چپتر 23 بین 18 تا 24 میگه خدا انسان نیست که دروغ بگوید و مثل انسان نیست که تغییر فکر دهد. پس این مسئله اینم که خدا به صورت انسان بود و 100% انسان و 100% ملکوتی و اینا هم داستانه، چون در خود اعداد در زمان حضرت موسی در کتاب اعداد که یکی از کتابهای تورات میباشد این آمده است که خدا انسان نیست که دروغ بگوید، خدا انسان نیست که تغییر فکر دهد. پس اینم میبینیم که باز در این کتاب آمده است. حالا اینها از کتاب‌های تورات بودن. اجازه بدین که من همونطور گفتم خواهران و برادران، اگه اجازه بدین بنده 5 دقیقه 10 دقیقه من فاصله، اجازه بدین من بحثم تموم میشه بعد من تلفن‌های شما رو می‌گیرم. حالا بریم برسیم به ساموئل، در کتاب ساموئل، در اول ساموئل، چون همونجوری که ما می‌دونیم در کتاب‌های مقدس دو ساموئل است، اول ساموئل دوم ساموئل. در اول ساموئل در چپتر 2 آیه 6 خداوند، ببین خیلی این جالبه، این تقریبا باور کنید مثل کلامی از قرآن میمونه که هنوز باقی مونده، میگه خداوند میمیراند و زنده میکند. همونجور که ما میگیم خداوند میمیراند و زنده میکند، خیلی جالبه این. اول ساموئل چپتر 15 آیه 29 خدا دروغ نمیگوید و قصدش را عوض نمیکند، چون انسان نیست که فکرش را عوض کند. باز میبینیم همونجور که در اعداد اومده بود در یکی از کتاب‌های تورات، می‌بینیم که در عهد عتیق هم در اول ساموئل در چپتر 15 آیه 29 میگه خدا دروغ نمی‌گوید و قصدش را عوض نمی‌کند، چون انسان نیست که فکرش را عوض کند. باز می‌رسیم به اشعیا. اشعیا یکی از پیامبران قدیمی در آن زمان در چپتر 40 آیه 13 ببینیم اشعیا نبی چی گفته است. میگه آیا کسی، توجه کنید این خیلی جالبه، آیا کسی میتواند خداوند را پند دهد؟ پولوسیان عزیز، چون اگر شما دقت کرده باشیم پولوس در اظهاراتش میگه در مورد ازدواج نظری یا حکمی از طرف خدا نیست، ولی نظر من این است که بهتر است که مرد به زن دست نکند. خیلی جالبه، یعنی ببینید حالا اینجا چی، خود خداوند از زبان خودش در اشعیا 40 در آیه 13 چی میگه؟ آیا کسی میتواند خداوند را پند دهد؟ یا معلم و مشاور او باشد، مشورت میکنه به او. 14 آیا تا به حال به دیگران محتاج بوده؟ خدا رو میگه، آیا تا به حال به دیگران محتاج بوده که به او حکمت و دانش بیاموزند و راه راست را به او یاد دهند؟ یعنی آقای پولس میگه که نظر من اینه، یعنی در حقیقت داره راه و راست و نعوذ بالله به خدا یاد میده و خدا در اینجا میگه اون چه کسی میتواند باشد. باز در اشعیا 40:25 خداوند قدوس میپرسد شما مرا با چه کسی مقایسه میکنید؟ این خیلی جالبه، خدای پسر، خدای پدر، روح القدس، خود خداوند قدوس میپرسد در اشعیا 40:25 شما مرا با چه کسی مقایسه میکنید؟ چه کسی میتواند با من برابر باشد؟ چقدر زیبا. و در اشعیا 43:10 خداوند میفرماید ای اسرائیل شما شاهدان و خدمتگزاران من هستید، شما را انتخاب کرده ام تا مرا بشناسید و ایمان بیاورید و بفهمید که تنها من خدا هستم، تنها من خدا هستم و خدای دیگر هرگز نبوده و نیست و نخواهد بود. اتمام حجتی با پولوسیان عزیز، با اصل جدید چی میگوید خداوند؟ خداوند
در اشعیا 43 آیه 10 فرموده است که تنها من خدا هستم و خدای دیگر هرگز نبوده، یعنی قبل از خدا خدایی هرگز نبوده، خدا زایده نشده، امجل لم یلد ولم یولد، خدایی هرگز نبوده نیست، به غیر از این خدا نیست و نخواهد بود. خواهران برادران به اصطلاح مسیحی من، چطور شما ادعا میکنید بعد خدا دارای پسر شده، همون مقامی رو که خدای پدر دارد خدای پسر دارد، روح القدس آمد، خداست به یکیست ولی به سه شکل است. ببینید اینا رو دیگه در کتاب خودتان آمده، من از روی کتاب خودتان دارم برایتان میخونم. خواهش میکنم از خواهران و برادران مسیحی اگر شما کتابو دارید با من همراه بشید، بگید که بنده دارم اشتباه میخونم. در همین اشیا شما قبل از اینکه به اشیا 11 من برم، باز خود شما عزیزان میگویید که بله عیسی برمیگردد و نعوذ بالله خداوند برمیگردد و ما را نجات میدهد، ما را نجات میدهد، نجات دهنده من عیسی است، در کلیسا سرود و شیپور و جیغ و داد و فریاد و کر. ببینیم در اشیای 43 آیه 11 خدا زبان خود چی میگوید؟ من خداوند هستم و غیر از من نجات دهنده ای نیست. خواهران و برادران پولوسی من، چه میگوید اشعیا 43 آیه 11؟ من خداوند هستم و غیر از من نجات دهنده ای نیست. تمام شد. و اشعیا 44:7، چه کسی میتواند کارهایی را که من کرده ام انجام دهد؟ این خیلی جالبه، خداوند میگه چه کسانی میتواند کارهایی که من انجام داده ام انجام دهد، یا آنچه در آینده رخ خواهد داد از اول تا آخر پیشگویی کند. ما بارها دیدیم در اناجیل اومدن از حضرت عیسی علیه السلام پرسیدن که آقا روز آخرت رو به ما بگو. شما خواهران و برادران پولوسی و مسیح من قشنگ میدونید که حضرت عیسی گفت من نمیدانم، ملائک آسمان هم نمیدانند، فقط تنها خدا میداند. این همینجا داره اشعیا 44 هم همینو میگه، چه کسی میتواند آینده را رخ خواهد داد از اول تا آخر پیشگویی کند؟ فقط علم خداوند است. و حضرت عیسی اینو تایید میکنه، حتی در این کتاب دست خورده شما عزیزان بارها از حضرت عیسی علیه السلام پرسیده میشه، حضرت عیسی میگه من نمیدانم که روز آخرت کیست، تنها خدا میداند. البته یک کشیشی پیدا شده بود در همین می گذشته که میگفت در 21 می تمام دنیا زیر رو خواهد شد، پولهای عده از این بیچارهایی که میمدن در کلیسا گرفته بود، بعد زیر رو نشد دنیا و ایشون هم یک اکستنشن گرفت برای این کار و رفت کردش اکتوبر، و اکتوبر هم دنیا به پایان نرسید، ایشون کویت کرد. الحمدلله که ایشون دیگه در مقام اون کشیشی نیست و نمیتونه سر مردم کلاه بذاره. و خداوند در اشعیا 44 چی میگه؟ چه کسی میتواند کارهایی رو که من کردم انجام دهد؟ بعضی از پولوسیان بر این هستن که بله عیسی علیه السلام مرده را زنده کرد، و چه کسی به غیر از خدا میتواند مرده را زنده کند؟ ما گفتیم که در همین کتاب، در همین کتاب شما، اولا ما هم مسلمان ها هم بر این هستیم که حضرت عیسی علیه السلام مرده را زنده کرد، کور را شفا داد و حتی کبوتری از گل ساخت و در آن دمید برد. ولی همه اینا به اذن خداست، همه به اذن خداست. خواهر و برادر عزیز من، اگر شما در یوحنا ببینید وقتی حضرت عیسی داره الیازار رو زنده میکنه، رو به آسمان میکنه، میگه که میدانم که دعای مرا میشنوی و حرف مرا میپذیری و مرا جلوی این اشخاصی که اینجا نشستن به قول معروف خجل نمیکنی، الیازار بیا بیرون، مرده زنده میشه به اذن خدا. خواهر و برادر عزیز من، مسیحی کلیمی به اذن خدا. ولی شما ادعا بر این است که چه کسی به غیر از خدا میتواند مرده زنده کند، در همین کتاب خود شما آمده است، ما بارها برای شما خوندیم. علیشه پیامبری که موی سرش به قول این کتاب ریخته بود و داشت توی خیابان میرفت، بیابان میرفت، چند تا بچه کوچک 6-7 ساله آمدن به او گفتن کچل از اینجا برو، ایشان هم به نام خدا نفرین کرد و دو تا خرس آمدن و 44 تا 42 تا از این بچهای بیگونا رو پاره کردن. ایشان هم به گفته همین کتاب شما مرده زنده کرد، روی جسد مرده ای خوابید، چند بار بلند شد و مرده بلند شد، حتی زنی رو که آبستن نمیشد دستور داد و دعا کرد به خدا و اون زن آبستن شد.
پس اینم جواب شما، چه کسی میتواند به غیر از خدا؟ در هر صورت چه کسی میتواند کاری که من انجام دهم انجام داد؟ خود حضرت عیسی علیه السلام در کتاب مقدس خود شما آمده است، میگه آنهایی که ایمان بیاورند کارهایی را که من انجام دادم چیزی نیست که از آن بهتر انجام خواهند داد. پس حضرت عیسی علیه السلام خدا نمیتواند باشد، نعوذ بالله، چون در اینجا خدا در اشیای 44 هفت میگه چه کسی میتواند کارهایی که من انجام دهم انجام بدهد؟ هیچ کس، هیچ کس نمیتواند کار خدا را انجام بدهد. ولی اگر شما ادعا میکنید عیسی نعوذ بالله پسر خدا یا خود خداست، خود عیسی علیه السلام در کتاب شما میگه آنهایی که ایمان آوردن کارهایی را که من انجام از آن بهتر انجام میدهند. این از زبان خود حضرت عیسی علیه السلام است. پس این شخص خدا نیست نعوذ بالله. باز در اشعیا 46:5 خداوند میگوید مرا با چه کسی مقایسه میکنید؟ آیا کسی را میتوانید پیدا کنید که با من برابری کند؟ پس شما چجوری میگید که این سه تا خدا هستند همه برابر هم هستند؟ این به گفته خود کتاب شما این ضد نقیض است، این صحیح نیست، این گمراه کننده است. چرا نمیپذیرید که قرآن و رسولی را که خداوند متعال برای آخرین بار فرستاد به عنوان خاتم النبیین و خاتم الرسول بپذیرید؟ در کتاب قرآن آمده است که خود شما حضرت رسول را از فرزندان خود بهتر میشناختید. و در اینجا ما اشاره کردیم که در تثنیه غزل غزلهای سلیمان، انجیل متا، انجیل یوحنا، در کتاب اشعیا آمدن حضرت رسول را بارها بارها در این کتاب ها آمده است، حتی در کتاب خود شما. ولی شما متاسفانه اونجا پرانتزی باز میکنید، همونجور که در 325، 361، 421، 480 تمام کتاب ها را تعریف کردید، اینجا هم پرانتزی باز میکنید، میگویید حضرت عیسی کسی را که گفت بعد از او میآید منظورش روح القدس است. اینها دیگر به گوش کسی خریدار نیست. این روزا مردم با یک کلیک در کامپیوترها، در تلویزیونها، در کتابخانه ها میتوانند به کتاب شما دسترسی پیدا کنند. این چگونه میتواند کتاب خدا باشد؟ در صورت تشکر میکنم ادهی داشتین به من زنگ میزدید، ولی دارم بخواست من این موضوع رو بگم که کتاب مقدس، کتاب مقدس مسیحیان در عهد عتیق، در زمان کتاب های تورات و کتاب های عهد عتیق چه چیزی رو راجع به خداوند گفته. میبینیم که بسیار بسیار چیزهایی رو که گفته مانند قرآن میباشد که خداوند متعال یکیست، کسی نظیر او نیست، خداوند میمیراند، زنده میکند، خداوند غیر از اون نجات دهنده ای نیست، تنها خداست که آینده را میداند، تنها خداست که مالک آسمان ها زمین میشه. این چیزهایی را که در قرآن، و من تعجب میکنم واقعا که در این کلیساها چطور شما خواهران و برادران به اصطلاح پولوسی و مسیحی نشستید و گوشها و چشمای خود را بسته اید. چرا نمیخواهید کلام خود را بشنوید، کلام حق را بشنوید؟ در صورت من تلفن ها الان باز هست، هر کسی که خواست تلفن کنه به من و این مسائلی که ما عنوان کردیم، نظری دارید، سوالی دارید، خیلی خوشحال میشیم بشنویم. من از اتاق فرمان خیلی تشکر میکنم، امروز یک بک‌گراند خیلی زیبایی گذاشتن پشت سر ما که انشالله چیز جدیدی باشه که مسیحیان هم که این برنامه رو میبینن به ما تلفن کنن و اگه سوالی دارن، نظری دارن، خیلی خوشحال میشیم. این واقعا ما اومدیم اینجا از همدیگه چیز یاد بگیریم. اینو من بارها گفتم، اینجا قصدی نیست که کی درست میگوید که اشتباه میکند، و ولی چیزهایی رو که ما برای شما عنوان میکنیم همه با دلایل و مدارک و اسناد است. یعنی چیزهایی که من الان برای شما دارم میخونم از روی خود کتاب مقدس مسیحیان میباشه، از بیرون من از روایت و داستانی چیزی برای شما نیاوردم. عین همین هایی که من برای شما میگم، اگر دقت کنید اسم کتاب رو میگم، چپتر اون رو میگم، آیه اون رو میگم و عین همونم برای شما بنده بازگو میکنم و میخونم. و شما هم اگر راجب قرآن، راجب کتاب مقدس مسئله ایست براتون، خیلی خوشحال میشیم. در صورت تلفن های ما باز است، 510-894-3854 و 510-648-2931. و خدمت شما عرض کنم موقع در این ماه مبارک رمضانم از خواهران و برادران عزیز واقعا خواهش میکنم که اونایی که تلویزیون ایمان و تعالی ساپورت نکردید حتما این کار رو بکنید. واقعا هدف اینجا چیز یاد گرفتن
نشان دادن دین حق به تمام مردم جهان است و روشن کردن حقایق دینی است. یعنی همینجور که ما کارکنان اینجا، مدیران اینجا، برنامه گذاران اینجا زحمت میکشن و اوقات خودشون اینجا صرف میکنن در راه خدا که همه ما بتونیم فیضی ببریم و چیزی یاد بگیریم انشاءالله. ما هم قصدمون فقط همین است، از راه‌های دور و نزدیک میایم که انشاءالله بتوانیم کاری رو که وظیفه ماست بعد از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بتوانیم انشاءالله اینو زنده نگه داریم و به گوش همه برسانیم. همونجور که گفتم کار ما اینجا امریست، امر معروف نهی از منکر. ما حقایق را میگوییم. حالا دوستانی خواستن بشنون فبها نخواستید بشنوید، دیگه اون با خود شماست. شما ما گوشهای ما باز است، اگر شما چیزهایی رو میدانید که به نفع ماست یا چیزهایی که ما اینجا بازگو میکنیم فکر میکنید که صحیح نیست و نادرست است، خیلی خوشحال میشویم با مدرک و اسناد از شما بشنویم. در هر صورت فکر کنم این خط اول ما بگیریم انشاءالله و در خدمت شما خواهیم بود. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. سلام جناب، میتونم با جناب عطایی صحبت کنم؟ شما لایو هستید، دارید صدای منو میشنوید؟ بنده هم صدای شما رو میشنوم، بفرمایید. الان که رو خط نیستین که شما؟ چرا من رو خط نیستم؟ چون شما اگه تلویزیون نگاه میکنید یه وقت تاخیر داره، ولی من صدای شما رو دارم میشنوم، صدای شما. بله بسیار خوب، خسته نباشید. من یه سوال داشتم. هم بفرمایید. یکی که شما یا رشاد خلیفه رو میشناسین؟ بله بله. بعد این مسئله فرستادن صلوات برای حضرت محمد، بله. آیا در دوران خود حضرت هم آیا صلوات میفرستادن؟ اصلا فلسفهش چیه؟ بله. و آیا گفته های آقای رشاد خلیفه رو میتونید توجیه کنید یا نه؟ بله. شما سوالتون فقط همینه؟ بله متشکرم. بله. من میتونم بپرسم شما چه خودتون چه دینی دارید؟ من مسلمان هستم. مسلمان هستید، باشه. چشم، الان جوابتون رو میدم. تشکر. بله خیلی ممنون. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. بله خدمت شما عرض کنم که مسئله ای که شما گفتید، البته بحث ما راجع به قرآن کریم و کتاب مقدس می باشد. ما به گروهک ها زیاد رو نمی آوریم، ولی تا جایی که بنده می دونم شما سوالتون این بود که آیا صلوات در زمان حضرت رسول الله بوده است یا نه. ببینید قرآن، برادر عزیز من، قرآن اینو داره میگه. قرآن میگه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اینو خود قرآن داره میگه. یعنی اگر قرآن میفرماید که به حضرت رسول الله صلوات بفرستید، دیگه رشاد خلیفه دار و دستش کن برادر عزیز من. و در زمان حضرت رسول الله هم شما میگین که چطور حضرت رسول الله به خود صلوات میفرسته؟ واقعا هم میکنیم، چون رسول الله، حضرت رسول الله وحی خدا رو انجام میداده. اگر در وحی خدا هر چه که رسول الله گفته، خود قرآن کریم داره تأیید میکنه که از روی هوا و نفس نیست. رسول الله تمام وحی تمام گفته هاشون و حضرت رسول الله چون نماز را به همه آموختن، در نماز هم صلوات به خود میفرستادن، چون دستور خدا را عمل میکردن. حالا یه عده میگن که این واقعا مثلا یک نفر اگر به خودش صلوات بفرسته، این یه مقدار داره از خودش مثلا به قول معروف تعریف میکنه. نه، حضرت رسول الله داره امر خدا رو انجام میده، امر خدا رو انجام میده. اگر هم تعریفی برای خودش باشه، اون تعریف خداوند داره از رسول الله میکنه. ما همونجور گفتیم خداوند میگه هیچ فرقی بین رسولان من نذارید، به ما میگه، ولی خود خداوند فرق بسیاری بین پیامبرانش داره، درجات مختلفی بین پیامبرانش داره. این کار خداونده، نه ما. انشاءالله که جواب شما هم داده باشیم، ولی عرض من این بود که ما به این گروهک ها کار نداریم. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم به شما و بینندگان بسیار عزیز. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه برنامه های شما هست. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر. در مورد آیه‌ای که مسیحیان خیلی دربارش صحبت میکنن، همین عدد آقای رشاد خلیفه هم خیلی دربارش صحبت میکنن، این آیه‌ای بود که من خواستم اینجا مطرح کنم اگه شما اجازه بفرمایید. من دارم سوره بقره آیه 62 رو میخونم، یا معاهده آیه 69. در چند جای قرآن این سوره اومده. بله. اما کسانی که ایمان آوردن و یهودیان و صائبان و نصاری، هر کس به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و عمل شایسته انجام دهد، کسی بر ایشان نیست و در آخرت اندوهگین نمی شود. بله.
ببینید در این آیه پس خداوند فقط از اینکه مؤمن باشیم یا اهل کتاب باشیم مسئله نیست، یا نصاری باشیم یا یهودی، این پاداش برای شما نمیاره، بلکه ایمان خیلی مهمه. ایمان میگه به چی؟ ایمان به خدای یکتا، که الان اینا ندارن، این مسیحی ها ندارن به خدای یکتا ایمان. و روز قیامت حتما باید روز قیامت قبول کنن و عمل شایسته، عمل شایسته این خیلی مهمه که اینا میگن عمل شایسته شریعت اصلا نیست و هر کس که خون حضرت عیسی روش بپاشه پس در بهش وارد میشه. و عمل شایسته موجب کرامت و سعادت انسان میشود. این ستا اصل مشترک بین همه کتاب های آسمانی است. اصل مشترک بین همه کتاب های آسمانی، پس ما گفتیم ایمان به خدای یکتا و معاد و تقوا است. چون مسیحیان واقعی در همون دوره حضرت عیسی همه همون مسلمانان بودن، خود حضرت عیسی خودش مسلمان بود و تسلیم به خدای یکتا بود. و کسانی الان، ولی کسانی که در چشم نشستن، اینها همشون درصد زیادشون مشرکن و یه درصد زیادشون هم کافرن. تعدادی که خیلی قلیلی ممکنه باشن که اینا اهل کتاب باشن. در بحثی که ما قبلا کردیم، در بحثی که خیلی این مسئله خیلی مهمه و ما همشون تکرار میکنیم، اینه که چون مسیحی‌هایی که در چرچ نشستن امروز همشون مشرکن، به خدا شریک میارن و آیات خدا رو همه رو عوض کردن، اینا مشرکن و یا کافرن، اینا حضرت محمد میشنزن ولی میپوشنن و تعداد خیلی کمشون احتمالاً اونا اهل کتابن. پس پسران و دختران مسلمان عزیز ما باید مواظب باشن که با اینا ازدواج نکنن، با مشرک اجازه ندارن ازدواج کنن. فقط قرآن کریم خداوند فقط اجازه داده به مردانی که با دختران اهل کتاب ازدواج کنن و اهل کتابی که دخترانی که مؤمن باشن. و الان اهل کتاب این روز در چرچ ها نیستن، درصد زیادشون مشرک و کتاب و کفارن که باید مسلمانان توجه بیشتری به این موضوع داشته باشن. اصلی که من میخواستم مطرح کنم که این روزا همه در چرچ‌هایی که نشستن گفتیم که برادران خواهران ما زیاد خیلی توجه میکنن به این کسانی که تازه وارد امریکا میشن. اینایی که تازه وارد امریکا میشن از کشورهای مسلمانی حتی در مرزها با اینا تماس میگیرن و اینا رو وارد چرچ‌هاشون میکنن و سعی میکنن دین اینها رو عوض کنن. و خانمی به من تلفن کرد و گفت در ترکیه چون از یک کشور اسلامی اومده بود و هیچ کسی نداشت و آشنایی هم نداشت وارد چرچ میشه و این چرچی ها بهش کمک میکنن، با دو تا بچه بود و تنها بود و این وقتی وارد امریکا میشه بهش یک اتاقی میدن و این توی چرچ میبرنش تو چرچ که اونجا دینش رو پرکتیس کنه. وقتی که متوجه میشن که این خانم هیچ تمایلی نداره دینش رو عوض کنه و همون تو چرچ هم دوست داره که همون دین خودش رو تمرین کنه و یک مسلمان هست و اعتراض میکنه از اینکه میگه که حضرت عیسی خدا هست، اون خیلی رفتار بسیار بدی با این خانم داشتن و حتی از چرچ بیرونش کردن، خونه که اتاقی که بهش دادن با دو تا بچه از اونجا بیرونش کردن، خیلی رفتار بسیار بدی داشتن. اینا امریکا رو کشور خودشون میدانن چون خوب اینجا یک کشور مسیحی است و رؤسای این کشور هم خوب همه مسیحی هستن و مسلمانان در اقلیت هستن. به مسلمانان با دیده حقارت نگاه میکنن، مخصوصا به اونایی که تازه وارد شدن و یک جوری به اونها وانمود میکنن که امریکا متعلق به خودشونه و اگر اونا حاضر نیستن در چرچ با اونا همکاری کنن و دینشون عوض بکنن، اونا باید به کشور خودشون برگردن. و مرتب اینه تکرار میکنن که جای مسلمانان اینجا نیست و اونها باید به کشور خودشون برگردن. اونا یادشون رفته که خودشون هم از یک کشورهای دیگه اومدن و امریکا تشکیل شده از کشورهای دیگه ای که اومدن اینجا و امریکا رو تشکیل دادن و اسلام ماشاءالله در امریکا خیلی پیشرفت کرده و خیلی قدرت داره و خیلی رؤسای زیادی در تمام اداره ها میبینیم که اونها مسلمان هستن و تحصای زیادی هم به دولت میدن و این کشور متعلق به همه هست و همه آزادن که هر دینی که میخوان پرکتیک هم
نمیتونن به اون تازه واردهایی که وارد امریکا شدن به اونها زور بگن و از این قدرتشون استفاده کنن، چون اونها ضعیفن، تازه اومدن، قانون نمیدونن، احتمالاً از نظر مالی، از نظر معنوی، از همه نظر خیلی کمبود دارن. اونها نمیتونن اینجوری بکشن و برای اونها شاخوشانه میکشن و خودشون را جز ابرقدرت ها میدونن. بله. من خواهش میکنم از متصدیان مسجد، ماشاءالله مسجدهای بسیار بزرگ و زیبایی با برنامه‌های آموزنده و سخنرانی‌های خیلی خوبی در امریکا باز شده که ما واقعا افتخار می‌کنیم. ما از مسئولین مسجد خواهش می‌کنیم که وقتی تازه واردی وارد شد به اونها کمک کنن. چقدر خوبه که در هر مسجدی بذارن، یک بخشی رو بذارن برای تازه وارد شده های مسلمانان به کشور غرب یا کشور امریکا و به اون هر نظری کمک کنن. اگر اونها یه مقداری کج‌خلقی کردن و یا ناراحتی دارن، خواهش میکنیم از مسئولان که با روی کشتاره از اونها نگهداری کنن و اونها نذارن که اینا گمراه بشن. البته همه شون بعدن پشیمون میشن و بعدن حتما وقتی میبینن چه چرت و پرتهایی در چرچاشون اینا تکرار میکنن و که واقعا به عقل انسان درست در نمیاد، اونها دوباره بر میگردن و یه وقتی خدای نکرده برای اونها دیر نباشه از دین خودشون نشن. از متصدیان مسجد خواهش میکنیم که برای اینها یک جایی بذارن و یک متخصصینی بذارن با اینها صحبت کنن و هر کمکی که لازمه از دستشون به اینا بکنن. ماشاءالله مساجد خیلی مساجد خوبی باز شده و همه خیلی خوب برنامه‌های منظمی دارن، سخنرانی‌های خوبی دارن و ما واقعا افتخار می‌کنیم، مخصوصا الان که ماه مبارک رمضان، چراغ‌های مسجد تا هر روشنه و بچه‌ها همه در مسجد هستن. واقعا آدم لذت می‌بره این مسلمانان عزیزی که اشتباهی وارد شرک شدن، اینها جا هست که دوباره برگردن و دوباره دین خودشون رو پرکتیس کنن به امید اون روزی که انشالله کسی گمراه نشه. بله. در صورت خیلی ممنون از برنامه خوب شما. تشکر از شما. امیدوارم که همیشه موفق باشید. تشکر. و دیگه وقت شما رو نمیگه. تشکر از شما. بسیار بسیار نکات خوبی به بیننده عزیز طبق منبال هر هفته و نصایح راجع به مساجد. بسیار صحیح. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. الو. بفرمایید، صداتون پخش میشه. های، هاو آر یو؟ سر تلویزیون شما فارسی صحبت میکنی انگلیسی؟ I'll have extra tasty crispy and side order of fries with grape. All right. God give you a lot of brain, I hope, this Ramadan, inshallah. My brother, just go watch your show, enjoy yourself. Why aren't you watching the religion program? That's not yours. Thank you very much. Anyway, در هر صورت خداوند کریم انشالله همونجور که ببینین شما یک نکته ای رو بیننده عزیز گفتن، ایشون مسئله بسیار خوبی میگن. یکی چیزی رو که این ما نمیخوایم همونجور که گفتم بحث رو به گروهک ها ببریم، این چون من دلم میخواد واقعا بحثی که ما داریم بین خواهران و برادران مسیحی و خود مسلمان ها باشه که انشالله از هم چیز زیاد بگیریم. این گروه کار شما زیاد روش چیز نکنین. همین پلوس بود که اومد دین مسیحیت واقعا خدشدار کرد. اگر تمام واقعا مسیحیان به حضرت عیسی علیه السلام، به اوامر و دستوراتی که حضرت عیسی علیه السلام داره بود اینا انجام میدادن، دیگه احتیاج به پلوس نبود که کارشون به اینجا کشیده بشه. شما مطمئن باشید که کار فقط باید با دست کارفرما، یعنی که کسی که اونی که باید این کار انجام بده. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. سلام. ببخشید شما قطع شدید، دوباره بگیرید. خیلی معذرت میخوام، شما صداتون قطع شد، اگه لطف کنید دوباره بگیرید. بله، ببینید مثلا راجع به این آیه 69 مائده که خیلی ها دست میکنن از همین اعدادی ها و فرقه ها و که بله در اینجا خداوند گفته که تمام خدمت شما عرض کنم که اونهایی که یهودی هستن، ستاره پرست هستن، نصاری یا نصارا هستن، به خدا روز قیامت. ببینید اینا باید قرآن نمیشه یک آیه شما از وسطش بیارید بیرون و بر اون تکرار. اینجا ببینید خدا منظورش چیست؟ آیا کسی این
یک آیه قبل از این یک آیه قبل از بعد از آن رو هم خونده است. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. سلام علیکم آقا، خوب هستین؟ شبتون خوب است؟ السلام علیکم و رحمت الله برادر عزیز. سلام از ما برادر عزیز، سلام برای بینندگان عزیز. برادر یک نظر دارم اگه بفرمایید. اجازه باشه. بفرمایید. باید خودم مسلمان هستم، باید اول مسلمان ها باید بین خود جور بیه، بعد با ما میتونیم با صحبت سر مسیح کنیم. به نظر من خوب نیست. بله بسیار بسیار نظر خوبی. خاطر که مسلمان ها خیلی پرابلم داره حالا. بله بعد خود باید درست کنیم، بعد مسیح ها رو باید نصیحت کنیم. بله خدمت شما عرض کنم که بنده خیلی اشکال دارم، شما ممکنه اشکال داشته باشین، ولی بحث ما رو این نیست که اما مسلمان ها برای منظور ما شما نبودیم. نه من متوجه هستم، ولی بحث این هر جایی برای خودش بحثی داره. بحث ما راجع به کتاب مقدس است، مسیحیان و کتاب قرآن. حالا اگه بحثی بین عده مسلمان هست، برنامه های مختلفی هست، اونا انشالله علما خودشون مسائل حل میکنن. بحث ما راجع به کتاب منظور ما شما نبودش. نه من متوجهم، ولی بحث ما راجع به این است. یعنی من الان نمیتونم کتاب مقدس جمع کنم بذارم کنار بشینم راجع به مسائل اسلامی صحبت کنم، کار من نیست. خیلی ها هستن که بله خیلی ها هستن که کارشون حرفشون اینه، ولی من راجع به مطالعاتی که دارم راجع به کتاب مقدس مسیحیان است و قرآن انشالله. فقط یک نظر داد. زنده باشه. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. بله نظر شما برادر عزیزم هست. ما بین همه این مسائل هست، همینجه که من میگم حتی مثلا این فرقه هایی مثل 17 و 18 و 19 که اسم برای خودشون گذاشتن، واقعا اینا گروهک هایی هستن که اصلا همین برادر اول من که زنگ زدن ایشون گفتن که راجع به صلوات، اگر من پرسیدم که شما دینتون چیست، گفتین من مسلمانم. شما اگر مسلمان باشید هیچ وقت شک نمی کنید که حضرت رسول الله گفته باشن که صلوات بر خودشون فرستاده باشن در موقع نماز، هیچ وقت. من برای همین پرسیدم که شما دینتون چیه. ولی اگه شما گفتین که رشاد این حرفو زد و اینا، رشاد ببین اینا گروه رشادی که میاد و ادعای رسالت میکنه، این قرآن اگر خونده باشه هیچ وقت این حرفو نمیزنه. ما بارها گفتیم که رسول فرقش با نبی چیست، نبی فرقش با رسول چیست. اینا یعنی اونهایی که رفتن دور و بر این شخصو الان گرفتن، که الحمدلله این شخص در قید حیات نیست الان، ولی اونایی که الان اومدن دارن سوء استفاده میکنن، دور و برش هستن و بخصوص یه مقدار از مسلمانهایی که واقعی بودن الان اومدن دنبال روی این شخص شدن، اینها به قول معروف اسلام مدرن دارن. اینا خودشون قرآن رو تفسیر و تجزیه میکنن، تحلیل میکنن و میگوین که نماز باید به کدوم طرف خوانده بشود. در قرآن آمده است که به خاطر رسول الله، فقط رسول الله در حدیث است که نگاهی به آسمان کرد، هیچی هم نخواست حضرت رسول الله. این از احادیث رسول الله است. ببینید، بروید و مطالعه کنید. فقط یک نگاهی کرد، یک نگاهی که فقط به آسمان. خداوند گفت، خداوند میدونست که نظر رسول الله چیست، به چه چیزی الان علاقه داره. گفت من برای تو الان قبله رو تغییر میدم، به جایی میبرم که تو باید با امتت همیشه. خداوند انقدر رسول الله نظرش بالا بود، وقتی یه چیزی برای خودش میخواست برای امتش هم میخواست. بعد ما انقدر زبانهامون درازه که در این روزا میام آیا صلوات بفرستیم یا نفرستیم. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید، صداتون پخش میشه. ببخشید، من امروز حاجی آقا در صحبت هستم. بله شما صداتون پخش میشه، همه دارن میشنون، بفرمایید. السلام علیکم. یک دنیا تشکر از برنامه بسیار خوب و مفید و ارزنده شما. تشکر از شما. من یک سوال داشتم. بفرمایید. میتونه راجع به می تسلیس که عموما مسیحا میگن و می جامعه افغانی یک معلومات بتین که درستر بفهمین که یعنی چی معنا تسلیس که میگن؟ روح القدس و این مسائل؟ چش. امین رو نمی فهمیدم درستر، اگه با جامعه افغانی ما میره معرفی کنیم که یعنی چی بفهمیم. حتما. سوال دیگه هم داریم؟ یک دنیا تشکر. خواهش میکنم. تشکر از خواهر عزیز، خدا نگهدار شما باشه در این ایام ماه مبارک رمضان. چشم. راجب تسلیس خدایی. ولی اینا که من بحث میکردم، شما مثلا چجوری جرأت میکنی؟ آیا حضرت رسول الله به خودش صلوات فرستاد؟ خداوند به خاطر رسول الله قبله رو تغییر میده. حبیب خداست، رحمت للعالمینه،
همه میگن که مقام اونایی که مثلا مسیحی هستن، حالا مثلا اولا که میگن نعوذ بالله عیسی خداست، بعد میان عوضش میکنن میگن نه خب از حضرت عیسی، از حضرت محمد خیلی بهتر بوده حضرت عیسی، اینجوری مقایسه میکنن. مرده رو زنده کرد. اگر حضرت عیسی مرده رو زنده کرد که ما گفتیم به اذن خداست، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرده ها رو زنده کرد، بشریت رو زنده کرد. در اون دوران که دختران خود را زنده به گور میکردن، با در مردم در جهل فرو رفته بودن، این تمام مرده ها رو زنده کرد. یک مرده را حتی زنده نکرد رسول الله. برای همینه که لقبشو خداوند متعال میده، میگه چی میگه؟ میگه که رحمت للعالمینه، دارای بهترین خلق، حبیب خداست، رسول خداست. هر جا که ما میشنویم خداوند میگوید که لا اله الا الله و محمد رسول الله. اگر 5 بار اسم حضرت رسول الله در قرآن اومده، 4 بار به اسم محمد، 1 بار به اسم احمد، ولی تمام خطابایی رو که خداوند متعال به رسول الله میکنه، یا ایها النبی، متصدر، مذکر، یا خدمت شما عرض کنم رسول، تمام با القاب، اینا غیر از رسول الله کیست؟ بعد ما آیا جرأت میکنیم که حضرت رسول به خودش صلوات میفرستاده؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. میگه ای مؤمنان، اگر ما مؤمن هستیم، آیا اینو مورد سوال شک قرار میدیم؟ چه جور مؤمنی هستیم که بپرسیم آیا باید صلوات داد یا نه؟ یا خیلی جالبه، بعضی از اینها همین گروه حکا میان میگن اون قل که گفته منظور چه؟ شما قل رو نگین، مثلا بگین بسم الله الرحمن الرحیم، نگین قل هو الله احد، شروع کنین الله احد. آخه این مسخره بازی ها، این مردم رو گمراه کردن به کجا برسید؟ خواهر و برادر عزیز من، همین جاست که ما داریم برای مسیحیان عزیزی که گمراه شدن با زحمت های چندین ساله دکتر بنده، خواندن کتاب های مقدس، داریم میگیم که کار اینا بر اشتباه است. و 4 تا روشنفکر اینجا پیدا میشن، میان بقیه مسلمان ها رو میخوان. همین کافی است که اینا با شامورتی ها، کتای جادویی و اشکای تمسا دارن مسلمان ها رو از راه حق دور میکنن. دیگه احتیاج به گروهکای اونوری هم نیست. انشاءالله که جواب داده باشیم. خواهر عزیز فرمودید که تسلیس سخدایی. خدمت شما عرض کنم که خیلی مسئله جالبی رو شما میگین. ببینید اگر تسلیس و سخدایی نباشد، اولا در قرآن کریم ما میدونیم که خدای کریم چی گفته، میگه تسلیس نگویید، تسلیس نگویید سخدایی، برای شما بهتر است، این شما رو از دین دور میکند. خدا ستا نیست، خدا یکیست، ما راجع به این صحبت کردیم. ولی با شامبورتی بازی هایی که در این کتاب مقدس آمده است که یک زمان خود خدا بالای صلیب خود را میکشد، خودکشی میکند که گناهان مردم بخشیده شد، یک بار دیگر وقتی میپرسن که آقا اگر در بالای صلیب خود خدا خود را کشت، امور جهان را کی میگردون؟ برمیگردن میگه نه، اینجا پسر خدا بود، باز اینجا پسر خدا میشود. بعد خدمت شما عرض کنم که بارها در کتاب مقدس آمده است، در انجیل متا همونجور که من گفتم و در یوحنا، حضرت عیسی علیه السلام از آمدن شخصی بعد از خود سخن میگوید که بنا به مفسران علمای اسلامی همین آمدن به بشارت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. ولی اینها میگویند نه، ایشان روح القدس است. چون حضرت، آخه من نمیدونم خدا چجوری در 3 قسمت میخواد خودش نشون بده. یه بار خدای پدر است، یه بار پسر میشه، پسر را میکشد، روح خدا دوباره میآید. اینها کجا با عقل بشر جور در میاد؟ چطور شما میتوانید بگید یک، بعد بگید این یک هست 3؟ آخه شما به چه جوری میخواین ثابت کنید که بله یکیست ولی به 3 شکل مختلف؟ ما بارها گفتیم، شما اگر بروید به یک کودک 12 ساله مثلا بگید که من اومدم شما رو ببینم، میگه بله، باهاش صحبت میکنیم، میگه بگو پدرت بیاد، میگه من پدر خودم هستم. آخه برادر، خواهر عزیز من، عقل هم که خداوند داده خوب چیزیه. البته پلوس ادعاش بر اینه، ما قبلا بارها اینو گفتیم، پلوس ادعاش بر این است که
ما خدمت شما عرض کنم که دین مسیحیت ما رو بیعقلان است، ما رو نادانان و احمقان است. خودش میگه، چون میگه حکمت و عقلی رو که خداوند داد به انسان دید به درد نمیخوره. اتاق فرمان اگر میخواییم ما یه بریکی بگیریم و عرض دو سه دقیقه اگر صلاح میدونن که ما بعد خدمت عزیزان برگردیم اگر موقع بریک هست، و الا ما همینجور ادامه خواهیم داد. بله اجازه بدین یک چند دقیقه با هم بریک میگیریم، برمیگردیم راجع به تثلیث هم بیشتر صحبت میکنیم. منتظر شما عزیزان هم هستیم. تا موقع السلام علیکم و رحمت الله و برکات. رستوران نیویورک پیزا اند کباب با غذاهای لذیذ افغانی در شهر دریسی. رستوران نیویورک پیزا اند کباب با داشتن آشپزان برزیده در فضای کاملا آرام و با انواع غذاهای خوشمزه افغانی و همچنان پیزای حلال میزبان محافل خانوادگی شماست. ما برای خرسندی شما تلاش برزیده و از شما و مهمانان شما با سرویس عالی و دوستانه پذیرایی میکنیم. رستوران نیویورک پیزا اند کباب در 2185 نارت ریسی بولوارد در شهر ریسی کالیفرنیا. شماره تماس 209-879-9420 و یا 510-943-7556. در رستوران نیویورک پیزا این کباب هر نوع کیترینگ برای هر گونه محافل با قیمت‌های مناسب پذیرفته می شود. در ماه مبارک رمضان از غذاهای لذیذ با عزیزان خود لذت برده و همچنان سفارشات شما را برای تیک اوت می پذیریم. منیوی رستوران را از طریق وبسایت www.ny-pk.com دیدن کنید. نیویورک پیزا این کباب میزبان با سلیقه برای مهمانان شما. قابل توجه، آریانا حج افتخار دارد که با تجربه چندین ساله امثال هم مانند سالهای گذشته تحت سرپرستی حاجی روح الله از امریکا و کانادا در خدمت حجاج محترم قرار دارد. تاریخ حرکت 23 و 24 سپتامبر سال جاری و بازگشت از جده به تاریخ 20 اکتبر. پکیج حج امسال شامل این سهولت هاست: تکت رفت و برگشت، 5 روز اقامت در بهترین هتل های 5 ستاره در کلاک تاور با 2 وقت غذا، 8 روز اقامت در مدینه منوره با ادای 40 نماز با 2 وقت غذا، 3 روز اقامت در بهترین آپارتمان های مجهز در عزیزیه، اقامت در منای شریف در خیمه های ایرکندیشندار با 3 وقت غذا، قربانی و مصرف خاکپولی عربستان سعودی، زیارت اماکن مقدسه در مدینه منوره. همه چیز اتفاق بوده است خداوند. مؤمنین مسلمان را که صحبت مرا میشنوند و مرا میشناسند و می اعتبار کنند که انشاءالله اگر میخواین حج بیان با خود سلام. آنیده برادران و خواهرانی که خواسته باشند به طور مطمئن و با تمام ارکان و شرایط آن حج نمایند، لطفاً تا دیر نشده با برادرتان حاجی روح الله که با هر دو لسان ملی دری و پشتو تسلط دارد تماس حاصل فرمایید. شماره های معلومات 416-888-0429-647-771-2829 و از شهر ونکوور کانادا 604-811-13. اگر قصد خرید خانه را دارید، اگر به دنبال قرضه دلخواه خود هستید، اگر می خواهید صرف با 5% پیش پرداخت صاحب خانه دلخواه خود شوید، کلید خانه شما در دست ماست. آقای علی عظیما با داشتن بیش از 30 سال تجربه در امور قرضه و خرید و فروش املاک در خدمت جامعه ایرانی و افغانی می باشد. گرفتن قرضه نیاز به دانش و تجربه دارد. شما عزیزان می توانید با شماره تلفن 818-915-3463 و صورت مجانی مشاوره بگیرید. تکه مساله.
تکه مساله یک رستوران پاکستانی و هندی با غذاهای لذیذ و متنوعی در یک محیط پاک و تمیز. تکه مساله یک رستوران اصیل پاکستانی و هندی با غذاهای لذیذ با گوشت ذبح حلال در شهر سان فرانسیسکو. همچنان رستوران تکه مساله هر نوع کیترینگ شما را میپذیرد. آدرس 425 الیس استریت در تقاطع سرک جانز در شهر سان فرانسیسکو. تلفن 415-345-1027 وبسایت www.tikkamasalasf.com. این قدس است که در این صد سال اسیران ما را در خود جای داده است و دشمن این سالها ما را از مقدسات من دور کرده. كتبوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام مجدد خدمت خواهران و برادران عزیز، دنباله برنامه رو پیگیری میکنیم انشاءالله. تا جایی که تونستیم توضیح دادیم راجع به سوالات بینندگان عزیز، ولی در مسئله تسلیسی که این خواهر عزیز ما در آخرین بیننده ما بودن صحبت کردن، ببینین همونجور که میگیم، این اگر ما رب بدیم به اون بیننده عزیزی که ما گفتن در آیه 69 سوره مبارکه مائده آمده است که آنهایی که خدمت شما عرض کنم که یهودیان و ستاره پرستان و نصارا که به خدا روز قیامت، این ببینید باید یک آیه قبل از این، دو آیه بعد از این هم خون که نظر خداوند چیه. شما اگر به آیه 68 همین سوره مبارکه رجوع کنید، خداوند داره به حضرت رسول، ببینید چی میگه، دقت کنید خواهران برادران، میگه به اهل کتاب بگو، سوره مائده آیه 68، به اهل کتاب بگو در کار شما ارزشی نیست تا مگر به دستورات تورات، انجیل و قرآنی که از جانب خدا به شما فرستاده شده قیام کنید. البته میگه همین قرآنی که برای شما نازل شده، به حضرت رسول میگه به کفر و سرکشی بسیاری از آنان خواهد افزود. و در این صورت ای محمد صلی الله علیه و سلم، اینو خدای حق میگه، بر حال گروه کافران نباید تأسف خورد. ببینید، میدونید چرا خداوند اینو میگه؟ ما میدونیم که واقعا حضرت رسول قلبی بسیار رؤوف داشت، بسیار رؤوف. میگفت از جهنم دور حتی کافران. یک شعری است که راجع به حضرت رسول الله بنده حقیر سرودم، و واقعا این رأفت و این رحمتی که در دل حضرت رسول الله بود، اینجا خود خداوند گویا حضرت رسول از این نگرانه که چرا یه عده به دین اسلام نمیان، چرا یه عده از این یهودیا و نصارا اینقدر وضعشون خراب شده که نمیخوان حرف حق رو بپذیرن. خود خداوند داره با حضرت رسول صحبت میکنه، میگه در این صورت ای محمد صلی الله علیه و سلم، بر خدمت شما عرض کنم که به کار این افراد شما چیز نکن، خدمت شما عرض کنم که تأسف نخور. بعد برای این که میگه خب حضرت رسول اینقدر قلبش رعوفه، میگه خب حالا اگر، البته هر کسی که الان مسلمان شد، یعنی از موقعی که ما داریم قرآن میاریم، اینا آمدن و مسلمان بشن، به دین اسلام بیان، یهودی باشن، ستاره پرست باشن، نصارا باشن، ولی الان اگر به خدا و روز قیامت ایمان بیاورند و نیکوکار شوند، یعنی بعد از این که این شما دارید اینو برای مردم پریچ میکنی، داری برایشون میگی که اسلام چیه،
باشه، تأسف نخور، ولی خداوند باز داره اون رعوفیت حضرت رسول رو داره بهش برای اینکه خوشحالش بکنه، چون حضرت رسول واقعا از اینکه امت اگر یک مقداری انحراف پیدا میکردن، یک حتی یهودیان و نصارانی که به دین حق نمی اومدن ناراحت میشد، قلب پاکش آزرده میشد. خداوند میگه حالا اگر اینا اومدن و اومدن و اینهایی که نام بردیم چیکار کردن، ایمان آوردند و به روز قیامت هم ایمان آوردن، نباید متاسف باشن. حالا ولی خیلی جالبه، باز آیه بعد از این میگه ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که خدا را اطاعت کنید و پیغمبرانی بر آنها فرستادیم، ولی چه کردند؟ هر رسولی آمد چون برخلاف هوای نفس آنها سخن میگفت، گروهی را تکذیب کرده، گروهی را به قتل رسانیدند. یعنی باز خداوند داره با حضرت رسول الله اتمام حجت میکنه، میگه من میدونم تو قلبت رعوفه، تو دلت برای اینا میسوزه، ولی یادتم باشه باز ما بهشون تخفیف میدیم، بیان مسلمان شن، بیان به دین روح بیارن، بیان ایماندار بشن، این پرستاران خدا را قبول کنن و به روز قیامت، همین الان اگر اینا این کار رو بکنن، من باز میگم از ترسی نداشته باشید. ولی یادت باشه حضرت رسول در آیه بعدی، ما برای اینها فرستادیم تمام رسولان و پیامبران را، یا به قتل رسوندن یا تکذیب کردن. در آیه بعدش هم میگه که باز و گمان کردن که برها فتنه و امتحانی نخواهد بود، همین گروه های یهودی، و خداوند چیکار کرد؟ کور و کرشون کرد. پس از آن همه اعمال زشت باز خدا توبه آنها را پذیرفت، یعنی باز خداوند توبه اینها را پذیرفت. ببین خدا چقدر مهربان است، ولی بسیاری دیگر باز کور و کر شدن و خدا بر هر چه میکنن آگاه هست. دوباره آیه بعد، آنان که باز میرسیم به این حرف آخرین بیننده عزیز ما راجع به تسلیس. ببین خداوند کارش چجوریه، وقتی این خواهران و برادران سوالایی که میکنن چقدر به هم مربوط میشه. حال میرسیم به آیه بعد، باز در سوره مبارکه مائده، در این آیه ببینیم خداوند چی میگه. میگه که آنان که قائل به خدایی مسیح پسر مریم شدن، محققا کافر گشتن. این هم برای اون عده از روشنفکرانی که میگوید نه، کجا گفته که اهل کتاب کافرن؟ در کتاب قرآن کریم، در صورتی که مسیح خود به بنی اسرائیل گفت خدایی را که آفریننده من و شماست بپرستید، که هر کس به او شرک آورد، یعنی مشرک هم میشوید. نه تنها در اینجا گفته اینها کافرن، بلکه مشرکم خواهند بود. شرک آورد، خدا بهشت را بر او حرام گرداند و جایگاهش آتش دوزخ می باشد و ستمکاران را هیچ کس یاری نخواهد. و به آیه بعدیش که درست سؤال این بیننده عزیز ما بود، البته آن کسانی که سه خدا قائل شدند، یعنی پدر، پسر و روح القدس، کافر گردیدند. خواهر عزیز من، اینم برای اونایی که گفتیم ما برای خواهران و برادران افغان عزیز خودمون بگیم، یا به مسلمانان در گوشه جهان، آنها چی شدن؟ آنهایی که سه خدا قائل شدند، پدر، پسر، روح القدس، کافر شدند. و حال آن که جز خدای یگانه خدایی نخواهد بود، و اگر از این گفتار زبان نبندند، البته آن کافران را عذابی دردناک خواهد رسید. از سوره مبارکه 67 مائده ما شروع کردیم تا رسیدیم به 72. ببین اینا همه دنبال همه، خدا در تمام قرآن خودش را معرفی میکند. این شامبورتی بازی های تسلیس و خدا آمد، خدا با عقل و حکمتی که به توجه کنید. خواهران و برادران عزیز من، شما که میایید میگین بذار اختلافات بین مسلمان ها حل بشه، بعد ببینید آخه چه چیزهایی رو در این کتاب نوشتن. مسلمان به گفته قرآن نباید اختلافی با مسلمان دیگر داشته باشید، باید فرقه فرقه نکنید دینو، باید با هم یکی باشید. ببینید این مساجد زیبایی که ساخته شده، برید همونجور که بیننده عزیز ما همیشه میگن، برید تو این مساجد ببینید این جوانها نشستن چه کارهایی رو میکنن. واقعا دیشب ما در همین یکی از مساجد بودیم، مسجد ابراهیم خلیل الله علیه السلام، چقدر زحمات زیادی این جوان اونجا میکشیدن، به موقع
بساط افطار را پهن کردن، به موقع جمع کردن، به موقع نماز شروع شد، به موقع سخنرانی شروع شد و موقع هم مردم به خانه های خودشون رفتن. خدا انشاءالله عزت بده یک چنین جوانان رو که و خواهران و برادرانی که در اینجا کار میکنه و اینها باید بیاد ببینید که چه دینی رو ما داریم. این دین رو باید تشکر کرد از خدا، واقعا باید شکر کرد از خداوند متعال که ما اقلا در خانواده مسلمان چشم گشودیم. حالا شاید هم این برای همین است که ما این امر معروف نهی منکر میکنیم که خواهران و برادران عزیز مسیحی من به اصطلاح پولوسی گمراه نشوید. حالا اینا چیه؟ اینا که بگیم شاید در خانواده های مسیحی به دنیا آمدن. این مسلمان های دین فروخته رو بگو که میان اینجا چشم و گوش ها بسته به خاطر مال دنیا، به خاطر گرین کارت، به خاطر اداره مهاجرت، شغل، نان درآوری، به هر کاری میخواد تن در بده که گیر یک عده از این به اصطلاح خادمین و کشیشان کلیسا میفتن و میرن دین مبین اسلام رو تر میکنن و مسیحی میشن. آخه برادر، خواهر من، این کتاب را شما خوانده اید؟ آیا این کتاب را واقعا شما خوانده اید؟ شما که میگویید در این ببینید در این کلیساهایی که اینا نشستن، در کلاسهایی که دارن، همشون به خدا محبت است. خدا محبت است. در کدام کتاب از این 66 کتاب شما آمده از خدا محبت است؟ خواهر و برادر مسیح من، یکیشو برای ما بخونید، یکیشو بیایید بخونید. شما که ادعا میکنید دین اسلام دین خشونت است، در قرآن تمام از خشونت و قتل قتلو صحبت کرده است، بیایید بگویید کجاش گفته. ولی اگر اومدی سخن گفتی، من برای شما، من کتاب دارم از خود همین 66 کتاب، کتابی دارم که تمام خشونت است با چندین آیه های مختلف از کتاب های مختلف. این کتاب به اصطلاح مقدس. آخه برادر، همینجور روی هوا شعار نده و برو. باید همیشه انسان صحبتی رو که می کند دلیل و مدرکی پشتش باشد. گفتید سوره مبارکه آل مائده همه را بخوانید، نه یا یک آیه از اون وسط بکشید بیرون و بگوید بله در اینجا خداوند گفته است که دست دوز را بزنید. بله، این ما قبلا هم اشاره کردیم، دست کسانی که بر امر خدا اینا تخلف میکنن باید جریمه بشن. خداوند در این قرآن کریم میگوید اگر انسان بیگناهی را کشتی، تو فکر کن که تمام بشریت را کشته ای، تمام انسانهای روی زمین را کشته ای، ولی اگر یک نفر را شما نجات بدهید، گویا تمام جهان، تمام بشریت را نجات داده ای. شما نمیتونی بر خلاف امر خدا کاری صورت بدی. خداوند میگه دزدی نکن، مال مردم را دست نکن. بعد شما اگر داشته، اونم ما گفتیم شرایط داره، صحبت کردیم، با فقها صحبت کنین. خود قرآن، در خداوند در قرآن کریم میفرماید، میگه بله دست کسی رو که دزدی کرد باید زن، اون هم شرایط و ضوابط و روابطی دارد. بعد آیه بعدم میگه اونها که توبه میکنن، خدا ایشان چیکار میکنه؟ توبه شون رو میپذیره. ولی گفتیم دزدی شرایط داره، چه چیزهایی باید، چون نمیتونی بیایی بگی روشن فکر شدی میگه دست دوز را قطع کنید، یعنی نگذاری دوزدی کن. ببینی، آره ما متوجه هستیم، ولی جریمه ای رو که خدا گذاشته است و رسولش بیان میکند، در احادیثش میگوید، تمام علمای اسلام میدانن اینها شرط و شروط دارد. همینجا شما از خودتون نمیتوانید هر روز یک فتوایی بدهید که، ولی اگر کسی را آمد از این پولوسیان عزیز ادعا بر این بود که بله در اسلام گفتن دست دوز را بزنید، ای وای عجب خشونتی. اگر خواهران و برادران پولوسی شما چنین حرفی زدن، ببرید در کتاب یوشع، یا کتاب یوشع ماجرای اخان را برایشان بخونید، ببینید که خداوند در آن موقع جرم دوز را برای این عزیزان مسیحی و کلیمی ما چی گذاشته است. ما گفتیم در اینجا میگن انگشتان دزد را بزنید، با شرایط از کجا بزنید، چه بکنید. اگر مال دزدی در معرض دزدی نبوده باشد، اگر شرایط این شخص شکمش سیر باشد برود دزدی کند،
اگر احتیاج داشته باشه، یعنی تمام این شرایط. ولی اونجا میگویند که جناب اخان، حالا گویا اخان از نواده های جناب حضرت عیسی علیه السلام بوده به گفته همین کتاب، خدمت شما عرض کنم، یعنی از اجداد حضرت عیسی معذرت میخوام که اونم باز نعوذ بالله، ولی همین اخانو یه مقداری از این غنیمت های جنگی رو میدزده. ما داستانش بارها برای شما عرض کنم. خودشو میگیرن، خانومشو میگیرن، پسرانشو، دخترانشو، گاوها، الاغ‌ها، گوسفندها و اموال دزدی، هر چی که داره اینا رو اول چیکار میکنن؟ همه رو سنگسار میکنن، بعد همه رو میسوزونن. بعد ما اینجا نشستیم میگیم که خشونت است اگر دست دزد را بزنید. آخه خواهر و برادر پولوسی من، شما کتاب خود را نخوانده اید. هیچ دینی بهتر از اسلام نیست. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات برادر عزیز. تا عبادتتون قبول بشه، ماه مبارک رمضان به شما و تمامی خانواده عزیز و تمامی بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. همچنین به شما برادر عزیز خیلی من تشکر میکنم و صلوات بر محمد و آل محمد. راجع به یک دوتا موضوع البته امروز توفیق داشتیم که برنامه شما رو نگاه کنم. یک دوتا موضوع، اول راجع به دست قطع کردن انگشت هست و بعد به اصطلاح اون شخص باید همیشه به عنوان یک سیستم نگاه کرد به اسلام. بله. و همانند اینه که یک نفر یه چشمی رو از یک انسان بیرون بیاره به یه که خب به من نشون بدید چجوری میشه آخه یه تیکه گوشت اینجوری که گرده بتونه ببینه و بتونه مثلا بفهمه رنگ و اینه. هیچ کدوم اینا معنا نمیده مگه اینکه در رابطه با مغز و انسان و خون و به صورت قضا و همه اینها در نفس کشیدن همه اینها وصل بشه بعد معنا پیدا میکنه. راجع به انگشت قطع کردن، اسلامی که تمامی شرایط ایمان رو تشویق میکنه به اینکه کارهای خوب بکنی، تشویق میکنه به اینکه اگر هم کسی تشکری چیزی نکرد و ندید خدا میبینه، خدا همه جا حضور داره، روز قیامت شما با خدا معامله میکنید و تماما تأکید میکنه آدم های فقیر رو کمک کنید، آدم هایی که محتاج هستن کمک کنید، اونهایی که توانایی مثلا حتی تحصیل ندارن، توانایی مثلا یاد گرفتن یا کار کردن ندارن، شما به اونها وظیفتون رو برید انجام بدید، نه برای اونها منت سر اونها نگذارید، بلکه با خدا معامله میکنید. حتی اگر خمس زکات میدهید و حتی اگر به اصطلاح کمک میکنید. و این نشانه اینی که به اصطلاح اون شخص نمیتونه در جامعه درست اسلامی، همونطور که اون برادر ما صحبت کردن که مشکلات خودمون رو حل بکنه، به یک لحاظ درست بعد جامعه اسلامی به عجیب عقب افتادن. لازم معنای واقعی اسلام که امروز همانند حیوانات سر انسان‌ها رو می‌برن و این خود فشار دهنده و جلو دهنده به قول معروف جلو برنده انسان‌ها به طرف مسیحیت و گمراهی‌ها هستن. خود اینها مقصر هستن و در ضمن وقتی که قرآن میاد اینها رو مطرح میکنه، شما در جامعه اسلامی دیگه دلیلی برای توضیح دادن نیست، چون از لحاظ هر چی که بگید مسئولیت جامعه اسلامی اینه که یه انسان رو تربیت کنه، یه انسان رو پرورش بده، امکانات رو تهیه کنه و در واقع کسی بیاید نه به عنوان احتیاج بلکه به عنوان حسد، به عنوان که چیزی رو دوست داشته باشه مطنده و کسی دیگه است. یعنی عملا بخواد یک کار زشت انجام بده و در مقابل اون انگشت قطع کردن به قول معروف چیز زشتی نیست. در شما در جوامع انسانی نگاه بکنید اینها رو جدا میکنن از انسانهای دیگر و دوچار کلی گناه و جنایات دیگه میشن. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که راجع به خود حضرت مسیح علیه السلام، خود ایشون مطرح میکنه که خدا فقط یکیست و
و هر جهودی رو هم که بریم ببینی که میگن در تیر زمان جهود خدا بهشون داده، خب که در واقع تو اصلش تورات بوده و اینها چیزهایی رو خودشون نوشتن اضافه کردن هرچی هست مخلوط به قول معروف دادن، اینه که میگه خب خدا یکیست و در واقع قرآن اگر آیات چند نگاه بکنی همین ها رو مطرح میکنه، میگه یعنی انسانی که معمولی هستی، انسانی که به قول معروف مسیحی هستی یا هستی، همین عقایدی که برای خودت برای دلت روشن هست و واضح هست دنبال کن، ترسی بر تو نیست، سعی کن ایمان واقعی داشته باشی، اعمال نیک انجام بدی، وقتی که اعمال خدایی انجام بدی خود به خود دلت برای پذیرش حق که اگر یک روز واقعیت و حقیقت واقعی اسلام به دور از این به قول معروف دروغ و کلک و حق بازی هایی که کلیسا انجام میدن به دور همه اونها وقتی که نور حق بر تو واضح بشه عاشقانه قبول میکنی، برای همین خیلی هم مسیحی میشن، اون موقعیه که دل متوجه حق میشه. پس انسان های مسیحی که نمیدونند، یعنی قبلا هم مسلمون نبود، نمیدونن واقعیت حق چیه، اینقدر مخلوط هست، اینقدر اینها رو گول زدن و برین واش کردن و مغز اینها رو شستشو دادن، اینها گیج شدن و برای همین قرآن با آنها گوش داد میکنه که در اعمال خود به اصطلاح انجام بدهید و چیزی باشه و تبعیت کنید. چرا؟ چون در باطنش میخواد دوست داره به خدا نزدیک شه، خدا رو عبادت کنه و اعمال حق رو و قوانین الهی رو انجام بده، نه اینی که قوانین الهی را اگر عمدن پشت پا بزنه و عمدن معصیت و گناه بکنه، همونطوری که ما الان در زمان به اصطلاح این ماه مبارک روزه میگیریم، اگر حضرت مسیح علیه السلام روزه نگرفت چطور نیامد بگه که اینها نمیدونم دستمال کثیفی هستن و اعمال نیک به درد کسی، چرا از این هیچ کدوم از این حرفا نکرد؟ یه کایق قوانین به اصطلاح الهی را واقعا نشد. بله. همونطور که حضرت مسیح علیه السلام گفت اگر شما حرفایی که من میزنم انجام ندید من اصلا دوست ندارین، اصلا دور بشین. در حقیقت همینه، اگر بیان واقعیت به کتاب نگاه بکنن میبینید عملا به اسلام نزدیک میشن، چون میبینن که مسلمان تمام پیامبران را قبول داره، به درستی احترام به اونها میگذاره، قوانین الهی را انجام داده. اگر حضرت مسیح علیه السلام میگه به بینوایان کمک بکنید، اسلام تأکید به سرا داره. اگر حضرت مسیح علیه السلام سجده میگذارن رو زمین دعا میکنن و از خدا میخوان، همونطور مسلمان ها انجام میدن، پس نگاه میکنن میبینن اعمال واقعی در دست مسلمان هاست و عاشقانه تسلیم میشن. ولی آنهایی که عمدن با علم به یقین، یعنی حق براشون واضح شده و هنوز به خاطر اموال و به خاطر انگیزه های دیگه هنوز به تسلیس وای میسن، اونها کافر مشرک هستن. کافر کسی که حق رو میدونه یقین شده براش ولی میپوشنه، مخفی میکنه، مردم رو گول میزنه و نمیذاره ببینن و صد میکنه راه خدا رو. این در اصلاح ببخشید که طول رایش میدنم بسیار بکنم در یک جنون تشکر میکنم یادیم مدرس بودم شما فیض بردیم از برادر عزیز طبق معمول گذشته یه مقداری غایب بودن، انشاءالله که آقای رمضان بر شما مبارک باشه. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. بله آقا جی، آجی آقا سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله برادر عزیز. تشکر از برنامه خوبتان. کجاست؟ عطایی صاحب نیست؟ بله آقای دکتر در مسجدی سخنرانی داشتن امشب، ان شاء الله که دعا میکنم. خب ما هم برش دعا میکنم. نام خدا بسیار زیرک، بچه بسیار خوب داری، تشکر از شما، متقیست پرهیزگار، بسیار معلومات بسیار زیاد کافی دارد، تشکر از شما، خداوند برای شما رو دراز بده انشاءالله. آجی آقا جانم، یک مقاله است که در توسط محبت چورچ، بله، 300 استیل اوینیو ایست هل کانادایی نوشته شده. بله. در این مقاله تو گفته شده که برستی عیسی مسیح کیست؟ برستی او کیست؟ آیا او پیغمبر بود؟ پیغمبر بود که حدود 2013 سال پیش دیده بر جهان گشت و بر طبق نظریات مختلف با تعلیمات دینی خود
اثر خوبی به جای گذاشت و بعد ناپدید شد. حال بیاید واقعیت را از کتاب مقدس بشنویم. عیسی مسیح در شهر کوچک و در آخر معقر به دنیا آمد. او از خانواده فقیری بود که برای امرار معاش روزانه خود زحمت بسیار کشید و در حتی جایی برای سر نهادن ندارد. مامورین دولتی از وی مالیات خواست و این پول نداشت بابت آن بدهد و حتی سفرت از چارپایی اشخاص دیگر استفاده می‌کرد. وقتی که به صلیب کشیده شد از خود قبری نداشت و رو در قبر شخص دیگر گذاشتند. عیسی مسیح هرگز کتاب ننوشت و گفته های بجا مانده از او را بس سختی می توان یافت و حتی به عنوان کتاب چاپ کرد. اما اگر بخواهیم تمام کتاب هایی را، هدف مطلب من است که اگر بخواهیم تمام کتاب هایی را که در مورد او نوشته شده است در یک جا جمع کنیم، احتیاج به صدها کتابخانه بزرگ می باشد. و در این بقاله یک جای نوشته شده که هر روز ده ها نفر از او شفا می یافتند. در آن موقع رؤسای قوم تصمیم به نابودی او گرفتند، اما وقت مسیح بر روی صلیب قربانی شد ندا در داد. ببین نقطه مهمه، پدر آنها را ببخش. زیرا در زمان مرگ او خورشید صورت خود را پوشاند و آسمان تاریک شد. و در یک جای دیگر می گفت که کتاب مقدس میگه که عیسی مسیح شاه ولی پادشاهی و زمینی نیست، بلکه محل اقامت این پادشاه در قلب اشخاص است که به او ایمان می آورد. یک جای دیگر میگه که کتاب مقدس عیسی مسیح را به عنوان 100% انسان کامل و 100% خدای متوجه. و این اول تیموتائوس 16:3 آیه و چاپترش هست. و در یک جای دیگر میگه که بدین وسیله او واسطه شد بین خدا و انسان تا خدا را به انسان بشناسد و انسان را به حضور خدا ببرد. یوحنا 16. اینا رو گفتیم. شما اگر مسئله دیگه هم دارین سریع بگین چون خطوط خیلی پره. انشالله دوست برادرم. و یک مسئله دیگه دیگه گفته که عیسی مسیح فرموده که تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. بله. یک جای دیگه میگه که مرده شدم و اینک تا ابدالابد زنده هستم. بله. حالا که به اوجه گفته که کشته شد و به قبر که حتی به قبرم جای نداشت به قبر کس دیگه او را گذاشتم. یعنی بیبی زده نقیز است و این ما کسایی که عقل دارن منطق دارن خودشان قضاوت کنند که یک خداوند متعال که زمین و زمان آسمان خلق کرد، تمام کائنات خلق کرد و آفتاب و ماتاب و ستارگاه و تمام بشر او چطور که او خودش میگه که من خداوند زمین و آسمان هستم و همه عبدالعبد زنده هستم. برای خداوند خودش میفرمه در قرآن میشن که کل نفس زاید قتل موت. هر انسان هر کسی که زنده جان است حیات دارد و مزه مرگ میچشد. و این یک تومت است که بالای حضرت عیسی علیه السلام گفته شده. این باید بخاطر ازی که همی یک مطلب دیگه همی جا بود که گفتم که اگر همی نوشته که در مورد حضرت عیسی علیه السلام شده اگر کتاب خانه جور کنیم صدها کتاب خانه بر از این بحث است. دیگه همه گیش تومت است که به حضرت عیسی علیه السلام گفته شده. امیدوار هستم که شما هم در این مورد تشکر دازو. تشکر از برادر عزیز. بله ببینین شما همونجا که میگیم مثلا مقاله ای که اینا تریکی که میزنن، حق بازی که گاهی اوقات از این چرچا میکنن، گاهی اوقات حضرت عیسی علیه السلام پسر خداست، نعوذ بالله، گاهی اوقات خود خداست، گاهی اوقات پیامبر خداست. برای اینکه همونجا که میگم بکشن مسلمان ها رو به این طرف، همه جور اینا سخنرانی میکنن. گاهی اوقات حضرت نبی داوود نبیه به گفته پولس، ولی گاهی اوقات نه نبی نبود، ایشون پادشاه بود، برای همین ایشون میتونست مثلا زنا کنه، نعوذ بالله. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. السلام علیکم آقای عطایی. السلام علیکم و رحمت الله برادر عزیز. السلام علیکم. من باید یک سرگذشت زندگی خود داشت، سرگذشتی داشتیم که پیش خانه های نامه آمدن می کریشن ها تبلیغ میکنن چند سوال پیششان کردم. بله. یکی سوال از این بود که اینا گفتم که عیسی پسر خدا. بله. چرا شما پسر خدا میگی؟ از خاطر که اولین بی پدر بی مادر خلق شد. مادر البته مادر داشت، بی پدر. بی پدر خلق شد نمیباشی. خواهش من. چون که بیره که خدا که خلق از بی پدر آدم به پدر گفت نی اول خلق شده بود. بله. خیلی خر مادر اول خلق شد. خر پدر داشت، مادر داشت، خر گاو خر آدم داشت. خویان باید پسر خدا شده هم. نه. خیلی خلق شده. دایناسور آمد انسان کردم و اصل خلق شده بود. این کانچیز گفته نتانستن چور زدن آدم هزوی خدا شد.
و پرسانشان کردم گفتم شما که میگین که از میگین دنیا مدرت مریم علیه السلام گفتم شما که میگین که نه خود وقتی که تا حامله دار شد شما برای چی میگین چی تتر برای مردم چی توجه چی برای مردم چی گفت که من حامله دار شدم کس که به وقت سنگسار میشد قانون جوش بود قانون جوش همید که کس که کار زنا کنه و سنگسار میشه نه یا ایران مال که چی بگن گفت نه گفت جوزف بود کارپنتر بود اوجا بردش گفت میره خب کلگی میگن که ورژن ورژن ما معنی ازی که ورژن مریم یک کس که یک دست نزد خودتان میگن ورژن مریم ما نمیگو ما دوست بر خود نیم که دست نخور ورژن هست شما خودتان میگن آیا گفتیم تو بس می ورژن یک چطور چیز میتین برش بله دوباره ایده چطور شور میتین یا ایران مال که چی بگن واسه که چوزه چوزه بسید من بر جواب شما بس نگیم بازم سوره خود در قرآن کامله میتی گفتن که خود از این خاطر که یک کفتر از نگریز به خاطر که ثبوتش گفت میداد از ذات ایسا علیه سلام بله یک دسته تا دیگه شما من هم اینجا کلش برش تشریح کدن گفتن اگر این خود من هر کس که بیعه تو که من خود دشکم من خدا است که نوالی که دست خنده نمی کنم دشکم تو خدا جای میشه با دزم ای سلما روش خند میزنی یک تولد که شد که گفت زد وقتی گفت زد یک دست ثبوت از این بود که یک دفل خود نشد تولد که میشه گفت بله همین پنشش تا شما من گفت خیلی باش مصردی فکر کنیم حالا خوب یک پایین گفتی بله اگر من شما ایش یک ذره این مردم های مسیحی ده کسا که داخل میشه کمه که بسیار یک درست بشید من بیش تلویزیون ایمان بشینین این چیزایی دوید یک چند تا شک گوش کنید شما میگن این خود مهربان های ما یا مسلمان های ما شما یا از پیش داکتر سر زاکر نایک هست در تلویزیونی پیش شما بشینین دو دفعه که بگوین دیگه ایت این منطقه شما این مردم های کلشان دوره میخوره باور میکنید در دو مقصد دنیاد این منطقه ما نه جوابت نسش مه نه کرشنش مه ایت کلامش نمه که هر کامش مه اگه سوال میکنم این منطقه را راه میکنم بله متوجه چون بیتاریش که من میگم بیاین کلتان جمع شدیم این چی میگم این بیاین کلتان جمع شدیم چیزی که نفر میباشه این بیاین داخل خانه یک سه سوال بسیار ساده ای که میکنم که خدا از پسر خدایی خدای چی مهده بود بله ایت نمیفهمند خودشان ایت نمیفهمند فقط برای کل ایزا یک کتاب زیر کلشان داده اگر پرسان کنید که کتاب تانا باز کنید از این کتاب بخواهند کتابی خدا یاد نداره متوجه من فقط امیر گفتم که خدای شما مهربان است خدای دوست است خدای عزیز یک شب دوستم کتاب تا تو آفرین کتاب خدای مهربان پیدا کردی یه چیز پیدا کردی 500 صفحه اول از بغیر کشتن دیگه چیزی نیست این کتاب باشه 500 صفحه اول تشکر از برادر عزیز خیلی متشکرم از توضیحات ممنون هستم بسیار زیاد تشکر خدا برای شما لطف مهربانی تشکر از شما همینجور برای شما نیت شما بگذارم تشکر از شما برادر عزیز همچنین برای شما خانواده محترم ببینید همونجوری که شما گفتین برادر عزیز برای اینکه اینها چطور میتونن مسلط بشن به مسلمانای چیزا برای اینکه قدرت خواندن نیست یعنی واقعا باید اینا رو باید مطالعه کرد خون اولا اون به قول بنده توصیه بنده برای مسلمانی که قرآن بخونید خوبم بخونید الان هم اتفاقا در این ماه مبارک رمضان قرآن بخونید هم عربیشو بخونید هم ترجمهشو بخونید اگر شما جوان ها هستین you can not read فارسی or Arabic, you know, just go English, whatever. بعد بخونید و ببینید چی گفته. بعد این کتاب مقدس اینا رو بخونید. به قول همین برادر اینا چرا جرئت نمی کنن دیگه بیان در خونه ها برای اینکه میدونن که مسلمان هایی دارن مسلح میشن. با چی؟ با خواندن کتاب ها با اطلاعات بیشتر. تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم بفرمایید. السلام علیکم آقای سلام علیکم و رحمت الله و برکات برادر عزیز. سلامات شما رو برادر بزرگ دوست داشتنی هم پسر شما تشکر از شما برادر دامنه تقدیم میدارم خدا کنه جور سیادنام باشه همینجور شما خانواده محترم بفرمید دیگر تشکر میکنم از مخواهره که در قبلا در اول مرتبه گفت زدن صحبت کردن تشکر خیلی از مخواهر خود تشکر میکنم خیلی موضوعات مهم جالب و ما روشن ساختن انشاءالله بله ما یک چند شی انتقاد داشتم انتقاد ما بالای تعدادی از مسلمانان ناآگاه و بدون خبر از اسلام است بله چرا بعضی مسلمانان به یه دین که به جلو یا به پیش بروند به عقب برمیگردند در حالی که جوابگوی تمام سوالات و مشکلات دنیایی و اخروی بشر و جهان اسلام است و بس که هم از گذشته و هم از حال و هم از آینده بشر را خبر میدهد و آگاه میکند امروز اکثر دانشمندان کشش های کلیسا و دکتران مسیحی به اسلام برمیگردند اما متاسفانه و بدبختانه ایده‌ای از مسلمانان ناآگاه دور از اسلام به مسیحیت برمیگردند حتی بعضی از این مسلمانان اسمای خود را هم تغییر میدهند
مانند مایکل، جان، پیتر و غیره و غیره میگذارند. اما اینها اینقدر تحت تاثیر مادیات و دنیا رفتن و میروند. وقتی که یک مسیحی مسلمان میشه خیلی افتخار میکنند به مسلمان بودن خود، حتی تمام قوانین الهی و شریعت محمد صلی الله علیه و سلم را به افتخار بالای خود و فامیل خود تطبیق میکنند. اما متاسفانه مسلمانان از شریعت اسلام قرار میکنند. علت آن چیست؟ و مثال یکی از این کشش ها که مثال زنده شیخ یوسف ایستر است میباشد که از برکت همین شیخ مسلمانان زیادی امروز در دنیا به دین اسلام مشرف و بسیار مسیحی هایی است که به دین اسلام مشرف میشوند از برکت همین شیخ بزرگ. همینطور بسیار دکترهای ما داریم که دیگه به اسلام مشرف میشوند و خدا کنه که دیگه وقت گرانبهای شما را و خداوند یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله برادر، واقعا شما یه نکات خیلی زیبایی رو گفتید. اینم علتش اینه که میگین اسامیشون رو عوض میکنن به صورت مایک و اینا. ببینید اینا میدونید از کجا یاد گرفتم. یه چیز جالب به شما بگم، مثلا شخص پال که میگن پال این اسمش پولس بوده. پولس ناگهان شده پال، شمعون شده پیتر، خدمت شما عرض کنم که یعقوب شده جیمز، یاشوا شده جیزس. ببین آخه خیلی جالبه که مثلا چقدر اشتباه در کار ایناست. اینا فکر کنم مثلا حالا داستانی رو که اومدن تو این کتابا نوشتن، حالا به زبان عربی بوده، به زبان یونانی بوده، به زبان هبری بوده، به زبان ترکی بوده، هر زبانی بوده. شما وقتی این مطالب رو ترجمه میکنید که اسمو نباید دیگه ترجمه کنید دیگه. این خیلی جالبه که مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قرآن هم محمده، در احادیث هم محمده، در روایات هم محمده، در همه جا محمده. در کتاب خود همین کتابایی رو که در امریکا می نویسن راجع به حضرت رسول الله، اسم اونجا محمده. یعنی این شخصی که وقتی میگی محمد، محمده، همه جا محمده. ولی من نمیفهمم چجوری یهو پولس شده پال. برای چی؟ برای اینکه الان اوف داره در این مملکتی که زندگی میکنیم اسم ایشان پال نباشه. چون الان مثلا یک نفر بچه که دومینیا بیاد میگه آقا جالب نیست اسم این شخص ما پولس بذاریم، پال خیلی زیباست. یا مثلا یعقوب چطور؟ نه آقا یعقوب چی میذاریم؟ ایش جیمز. یا شمعون؟ نه. یا خود اسم حضرت عیسی علیه السلام یاشوا بوده در اون موقع، ولی الان کسی اسمش یاشوا میذاره؟ نه، الان بذارین جیزس مثلا. اینا تمام چیزهایی که با قرنها جلو میخوان برن. همونجور که شما گفتین گاهی اوقات دارن عقبگرد میرن، اینها هم دارن عقبگرد میرن، متوجه نیستن. اسم اسامی رو که ما داریم همون اسامی رو، شما اگر بیایید داستان، حدیث و آیات و روایات رو بیاین بخواین شما ترجمه کنین یک مسئله، ولی نمیتونین اسامی رو ترجمه کنین. اینه ما بارها گفتیم اینا، برای اینکه اسامی رو نمیشه ترجمه کرد. ببینیم مثلا همین اسماعیل، حضرت اسماعیلی که ما میگیم، اینا همه از نظر خود معنی معنای بخصوصی داره، خدا شنید. خودشون هم میگن خدا شنید، یعنی این بین اس داشته. یا یاشوا یعنی کسی که نجات پیدا کرد. ولی اینا میان تمام اسامی رو عوض میکنن به این صورت در میان انگلیسی که الان مثلا شما با یه نفر بیاین صحبت کنین، اولا کشیشاشون خودشون یک کلمه یونانی بلد نیستن، یک کلمه زبان اصلی سرامیک حضرت عیسی علیه السلام بلد نیستن. اینا فقط شدن انگلیسی و فکر کنن که مثلا حضرت عیسی در یکی از شهرهای انگلستان به دنیا آمد. اون برادر از ما هم که گفت در کانادا یه مقاله نوشتن که عیسی پیامبری که بود که نون نداشت بخوره در رام. اینا تمام کلکایی که اینا میزنن خواهران و برادران عزیز من، اینا میخوان فقط شما رو بکشن توی کلیسا. باور کنید اینا میان مخصن اینجا میگن بله ما نمیگیم عیسی خداست، ما میگیم عیسی پیغمبره. بیچاره حتی موقع مردن ایشان قبر نداشت، اومدن گذاشت. تمام میخوان مثلا احساس شما، احساس میدونن که ما مسلمان ها خب احساساتمون یک بالاتر، چون قرآن میخوانیم، قلب ها رقیقه، از صدای قرآن اشک در چشم ها میاد. اینا میخوان از این موقعیت سوء استفاده کنن، بیان بگن بله عیسی هم یک آدم بیچاره گرسنه‌ای بود و بدبختی بود، در خانواده فقیری به دنیا آمد و بعد حتی موقع مردن، اصلا اینجا که شما رسته داره کفر میگه. در موقع مردن چیه؟ اصلا قرآن قبول نمی کنه حضرت عیسی مرد.
این باز داره با همون زبان بی زبانی حرفو به شما میخواد بقبونه که بله عیسی مرد و زنده شد، در حالی که همچی چیزی وجود نداره، وجود خارجی نداره. خود پولس هم میگه، همین پاول که میگه اگر عیسی نمرد زنده نشد ما تمام دینمون رو برباد است و ما هم دروغگویانی بیش نیستیم. خودش میدونسته که مردم میان ادعا میکنن و ما هم الان فهمیدیم که دروغگویی بیش نبوده. یا مثل همون رشاد خلیفه که آمد و این عدد 19 از خودش را انداخت، یا آدمی که اومد از بخونید ببینید پاورقی قرآن کریم آخرش چی نوشته، این چه است که انسان اصلا تعجب میکنه. رسول الله را اینا قبول ندارن، نعوذ بالله نعوذ بالله، میگن که رسول الله یک نامرسان بود، بعد از اون تمام شد، بعد خودش میرفته به عرش. آخه برادر عزیز، خواهر عزیز، مسلمانایی که حواستون باید جمع باشه، اون برادر عزیز ما که بعد از مدت غیبت زدن میگن اون چجوریه که مسلمان مسلمانو میخونه سرشو میبره، این آیه شما اسم مسلمان میگین؟ گفتم به شما در آیه قرآن چی گفته که اگر یک نفر شخص بیگناه رو شما کشتی، تازه اگر کسی کسی رو هم کشید محاکمه داره، قانون داره، دادگاه داره، اینجا قوم جنگل نیست که هر کس هر کسی رو کشونه که بگیره اون یکی رو بکشه، شرایط داره، باید طرف به محاکمه بره، همینجوری میریزین در عصر حجر هم دیگه رو میکشین. اینا پس نمیتوانن اسم مسلمان رو خودشون بذارن. برای ما بحث اینا نداریم، ولی ما که از لحاظ امر معروف نهی منکر داریم میگیم آقا جان این کتاب به اصطلاح مقدس پر از تحریفاته، پر از ضد و نقیزه. شما بعد خواهرانی که حالا رفتین مسیحی شدین و کلیمی شدین، به زور هم وقتی تلفن میکنین حتی سلام علیکم میترسید بکنین. چرا به چه دلیلی شما رفتین این کتاب میخونین قبول دارین؟ کجاش محبت به ما هم بگین، ما هم دنبال روی شما باشیم. کجاش به شما عشق یاد میده، شما به ما بگین، ما هم دنبال روی شما باشیم. جز دروغ و چیزهای سکسی و چیزهای خشونت هیچ چی در این کتاب نیست. خواهر و برادر عزیز من، حزقیال را بخون، کتابهای دیگر را بخون. چه جوری جرأت میکنه اینا رو به جلوی ملأ عام، جلوی خانواده مردم بشینید بگید اینا کلام خداست؟ چه جوری جرأت میکنید بخونید؟ کسانی که پشت سرتون زدید خدا محبت است، از محبت خدا هم بر ما بگویید. خدایی که از دماغش دود در میآید، خدایی که تا زانو در خون است، خدایی که در لبش شمشیر دارد و میآید، این کجاش محبت است؟ این محبت است یا در سوره کلید، سوره هم خداوند میگوید ارحم الراحمین؟ خداوند چی میگوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، خدا هم رحمان هم رحیمه، مالک یوم الدین، این خداست، خدایی که توبه پذیر است، خدایی که میبخشد. و یک رسول رؤوفی چون حضرت رسول الله هم که آخرین رسول، آخرین نبی خداست. عددهای 17-18-19، خواهران پولوسی، برادران پولوسی، به کجا میخواهید بروید؟ چرا نمیخواهید چشم گوش را باز کنید؟ عمر ما دارد همینجور میگذرد. ماه مبارک رمضان آمد، روز پنجمش رسید، روز آخرش هم خواهد رسید. تا کجا در غفلت و خواب خواهیم بود؟ چرا بیدار نمیشویم؟ چرا نمیخواهیم صدای حق را بشنویم؟ چرا قرآن را نمیخوانیم؟ چرا کتاب مقدس را نمیخوانید؟ بخوانید ببینید کدام کلام حق است. دیگه کلام حق، دیگه 14 تا کلام حق ما نداریم که. میگه در یوحنا گفته که تمام امور جهان در دست من است. کی گفته اینو؟ برادر عزیز من که در اون مقاله نوشته، اینو یوحنا داره میگه، حضرت عیسی نگفته که، یوحنا داره میگه. و در همین زمان هم ما گفتیم این چهار انجیل را حتی نسبت به خود متی و مرقس و لوقا و یوحنا نمیدهند. این کتاب ها در زمان حضرت عیسی نوشته نشد. اولین آنها 60 سال بعد از حضرت عیسی بود و یوحنا 100 سال بعد از حضرت عیسی نوشته شده. چجوری میتواند قبل از اینکه ابراهیم بود من بودم؟ کی میگه اینو؟ آیا حضرت عیسی داره میگه یا جناب یوحنا داره میگه؟ اینو باید شما دقت کنی. این مقالاتی که میارن در این کلیسا میدن، میگم من همینجا من به شما میگم، بارها بارها شخص اومده میگه که بله در همین یک تلویزیونی برنامه اومدن دفاع میکردن، گویا برنامه‌های ما رو میبینن خوشبختانه، که بله اینا اگر داوود و سلیمان اینا زنا کردن و گناه کردن، اینا نبی نبودن که.
ولی هزار جا در کتاب خود همین عهد جدید اومده که میگه، خود پولس میگه، خود پال میگه، چون داوود نبی بود میدانست که حضرت عیسی این کارو خواهد کرد. چطور یه موقع نبیه یه موقع نبی نیست؟ بیان وضع خودتون رو مشخص کنین، یه موقع خدا خود خداست، یه موقع پسر خداست. بیان وضع خودتون رو مشخص کنین، یه موقع شیطان به داوود دستور میده قوم اسرائیل رو سرشماری کنید، یک بار خدا. بیایید اول فرق خدا و شیطان را نعوذ بالله بدانید. آخه تا کجا کلا برداری؟ تا به کی کتای جادویی در دستون به عشق امتمسا؟ روشن شدن مردم الان به مسلمان ها، همون جور که اون بیننده عزیز ما هم گفتن که گفتن اینجا اینها که مسلمان ها را برای چی راه میدن تو امریکا، برگردن به کشور خودشان. خدا خیلی جالبه. اون شخصی که این حرف رو میزنه خودش هم اگه باهاش صحبت کنی، حالا اسمش هرچه بوده، اگه اسمش داوود بوده اسمش کرده دیوید، اگر اسمش زهرا بوده اسمش گذاشته زیزی، در فرض کنید در کلیسا. آخه تو دیگه چطور میگی که مسلمان ها رو باید اینجا بیرون کرد؟ تو خودت فارسی زبانی، تو که اگر حتی اینجا که دنیا نیومدی، تو برگشته و فرار کرده از کشورهای مدل ایست هستی. تو اگر به دین خودت اعتقاد داشتی، حتی در گرسنگی اگر در اینجا میمردی، نمیومدی دین خود را ترک کنی و بروی گول یک عده کسانی رو بخوری که بسیار مزخرفم میگن. بعضی از آیات این کتاب مقدس هنوز دست نخورده است که من برای شما گفتم، اکثرا از اهل عتیق، ولی اکثر این کتاب ها رو تعریف کردن. چرا گول اینا رو میخوری؟ به چه خاطر؟ همون جور که اون بانوی عزیزم گفتن، باید ما واقعا به مساجد توصیه کنیم موقعی که میان اینا که تازه از کشورهای خارج میان، و من میدونم میکنن البته، یه مقدار دستشون بیشتر بگیریم که به طرف کلیساها نرن. البته کسی که ایمان داشته باشه، ایست که محبت خدا در قلبش باشه و حضرت رسول الله پشیمانش باشه، هیچ وقت نمیره به طرف کلیساها. چرا بره به طرف کلیسا؟ کلیساها همه دهت تبدیل بشن به مساجد. ما که عقب گرد نمیکنیم، به قول برادر من میخوایم عقبی بریم دیگه. الان راه باز شده. اگر یک زمان با شتر و الاغ میرفتن به مکه یا خانه خدا، الان که دیگه نمیتونی با امریکا با شتر و الاغ بریم خانه خدا، که تکنولوژی فرق کرده. سوار هواپیماشو استفاده کن از وسایلی که خدا در اختیار گذاشته، از موهبتی خدا به تو داره، از رحمتی که خدا بر من و تو داره استفاده کن. رحمت اینه که تا چه خداوند تا اون لحظه آخر از تو توبه را میپذیره به غیر از دم مرگ. این از تمام علما و فقهای مسلمان بپرسید، تا دیر نشده توبه کنید، رو به خدا بیارید تا دیر نشده. خود قرآن کریم میگوید غیر از اسلام دینی از شما پذیرفته نمیشود. خواهران و برادران که نشستید به امید عدد 19 و 17 و 18، بله در قرآن گفته که ستاره پرستگان و نصارا و یهودانم، اینها داستان است. به شما گفتم آیات قبلان را بخوانید، آیات بعد را هم بخوانید. تنها چیزی که از شما پذیرفته میشود اسلام است. و دین کامل شد، دین کامل شد در زمان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگه بعد از اون کسی نخواهد آمد. خواهر و برادر من، رسولی بعد آمد و خدمت شما عرض کنم، این رسول این حرف زد و اون حرف زد، صلوات نفرستین و خدمت شما عرض کنم در نماز اینو بخونید، نماز رو برگردونید 180 درجه اینوری. آخه واقعا من نمیفهمم. همونجور که دنبال پولس هستن، دنبال این گروهک های کوچک هم افتادن یه ده به عنوان روشنفکری. حرف خدا قدیم و جدید و حال و گذشته ندارد، حرف خدا یکیست. در همین تورات من برای شما، خدا انسان نیست که دروغ بگوید، خدا انسان نیست که حرفش را تغییر بدهد. و در پیدایش آمده است که بله، خداوند وقتی انسان را آفرید پشیمان شد. خداوند پشیمان شد، از کرده خودش پشیمان شد، عجب کاری کردیم آقا. بعد رفتید همه مردم دارن با یک زبان صحبت میکنن، همینجا بخوانید در پیدایش، همه بادن با یک زبان صحبت میکنن، دارن یه برجی رو میسازن. بعد گفت با خودش گفتش که اگه اینا این موفق بشن این برجی بسازن، یک زبان هم بازن، میان کار منم خراب میکنن. یهو چیکار کرد؟ زبان همه رو تغییر داد. آقا تو ترکی صحبت کن، تو فارسی صحبت کن، که نیان مقام منو از دست من بگیر. آخه نعوذ بالله، این چه جور خدایی است که از مردمش میترسد؟ این چه جور خدای؟ بعد همین خدا اگر از مردم خود این چنین بترسد، چه میشود؟
آخر سر میاد پایین لباس میپوشد خود را هم میکشد. میبینیم این مردم رو نمیشه درست کرد. آقا جان اینها درست بشه نیستن. عقلم دادیم، حکمتم دادیم، 124,000 پیامبرم فرستادیم، درست نمیشوند. چه کار کنیم که درست شوند؟ خودم میام پایین لباس میپوشم، خودم را میکشم و این مردم درست بشوند. با گیرم که این کار را هم کرد، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. پس چرا آدم نشدن؟ پس چرا آدم نشدن؟ پس این همه گناه چیست؟ الان در کلیسا میبینیم که آقایان میارن انگشتر تحویل هم میدن، خانم ها میارن. پس چرا نشدن؟ مگر در همین کتاب نگفت؟ مگر در قرآن کریم نگفت که قوم لوط را خدا به چه سزایی، به چه اعمالی که انجام میدادن اون سزا رو براشون آورد و با خاک یکسانشون کرد؟ پس چرا نشدن؟ پولوسیا چرا جواب نمیدهید؟ آنهایی که دین محبت است دینتان، آنهایی که میگویید قرآن خشونت است، آنهایی که میگویید نه آقا در قرآن گفته نشده است، اون گروهکایی که کجا گفته است که یهود و نصارا اینا کافرن؟ تلویزیون ایمان در خدمت شما عزیزان هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله، بفرمایید. سلام تو یکتا بلندتر صحبت کنیم. بخواستم پشت خط صحبت کنم. پشت خط والا من الان چون برنامه هم لایف هست نمیتونم تلفن رو بردارم. اگه شما نظری دارید چه ساعتی تماس بگیرم که بعدا شما راجع به همین موضوع برنامه ما هست یا موضوع دیگه ایست؟ موضوع دیگه هست، جنرال. جنرال با بنده یا با تلویزیون؟ اوکی. آره بعد از بنده برنگ بزنی اتاق فرمان ان شاء الله گوشی رو هم دارم با شما صحبت میکنم. تشکر. برنامه من فکر کنم تا 5 دقیقه دیگه تمام میشه. بله خیلی ممنون. خدا نگهدار شما، تشکر شما. بله اگه شما سوالی دارید اتاق فرمان هستن ان شاء الله جوابگوی شما خواهد بود، ولی چون برنامه من لایو هست همه دارن گوش میکنن، من فکر کنم که صحیح نباشه که ما بخوایم یک جور دیگه با هم صحبت کنیم. اگه مسئله ایست رو بله خدمت شما عرض کنم که واقعا انسان تعجب میکنه، انسان تعجب میکنه در قرن 21 این همه تغییرات شد. توجه ببین، این واقعا حکمت خدای متعال است. این همه تغییرات شد در همین 30-40 سال گذشته که سلفون آمد و کامپیوترها آمد. ببینید چقدر تغییرات پیش آمد. آیا حضرت رسول الله اسمشان از محمد عوض شد؟ خیر. آیا آیات قرآن ما عوض شد؟ خیر. چرا؟ چون کلام خداست. 1400 سال چیزی نیست. 14 میلیون سال هم از امسال بگذرد، شما من قول میدهم. چرا قول میدهم؟ چون به قرآن اعتقاد دارم، چون خود خدا این را حفاظت میکند، چون حرف خدا را میپذیرم، هنوز این قرآن همون قرآن خواهد بود، هنوز اسم رسول الله همان محمد صلی الله علیه و سلم خواهد بود، به موت تبدیل نخواهد شد، پولس به پال نخواهد رسید، یعقوب جیمز نخواهد شد، شمعون پیتر نخواهد شد. اینها تمام اینها چیزهایی است که میخوان مردم. چرا در کلیسا اگر یعقوب یعقوب است به اسم یعقوب نامی میبرید؟ مگر حضرت یعقوب نبود؟ چرا از اسمها عوض میشود؟ چرا یه دفعه برای اینکه بر صلاحیت خودشون باشه در کلیسا شراب قرمز را بخورید؟ ببینید در همین امثال سلیمان راجع به شراب قرمز چی گفته است. انشاءالله در جلسه آینده ما صحبت خواهیم کرد که راجع به واقعا حلال و حرام در کتاب مقدس آیا چیزهایی در آن باقی مانده است. من این بارها به شما گفتم راجع به شراب چه میگوید کتاب مقدس، راجع به خدمت شما گوشت خوک چه میگوید، راجع به خدمت شما عرض کنم که زنا چه میگوید، راجع به همجنس بازی چه میگوید، راجع به غسل چه میگوید، راجع به نماز و روزه چه میگوید، راجع به ربا چه میگوید، سود گرفتن چه میگوید، همه در از خود کتاب مقدس. آیا در این قرن خواهران و برادران پولوسی کتاب خود را اجرا میکنید؟ آیا واقعا شما این کتاب را خوانده اید که میایید و یک مش مسلمان از راه رسیده را که هنوز عرق بدنشان خوش نشده به دین عیسویت میبرید، انجیل در اختیار آنها میگذارید؟ آخه اگه شما این کتاب من بدین، من آدم هوشیاری باشم، میگم تو این چی نوشته؟ چه جواب داری بده؟ غیر از محبت خدا در این نیست. محبت خدایی که دوز را با خانوادهش
دوز با خانواده همه رو سنگسار میکنند، میسوزونند. محبت خدایی که دستور میدهد در جنگ ها بچه های شیرخواره را از مادر گرفته به دیوارها بکوبید. اینها محبت است در این کتاب، خواهر و برادر عزیز من. یا کلام خدا محبت است در قرآن مجید و رسولش، نبیش که رحمت للعالمین است. روز فتح مکه دشمن در هراس، کافران و مشرکان ناسپاس. جملگی بر آن که کار ما تمام، آمده تا که بگیرد انتقام. تا که بشنید آن رسول مصطفی، با تبسم او گفت این جمله را. روز آزادی و روز رحمت است، روز آزادی و روز رحمت است، روز بیداری ز خواب غفلت است. خواهر برادر عزیز من، مسلمان مسیحی، بیا و قرآن را بخوان، بیا و این کتاب مقدس را بخوان تا دیر نشده. از تمام خواهران و برادرانی که مشارکت کردید و تلویزیون اسلامی ایمان که طبق معمول یک چند دقیقه به ما اضافه دادن، انشاءالله در این ماه مبارک رمضان هرچی از خداوند متعال بخواهید به شما داده شود. زیر دستان را کمک کنید، یتیمان را سرپرستی کنید، به دیگران برسید. ماه ماه انفاق است. کمک کنید به تلویزیون های این چنینی که بتوانیم این پیغام خود را به تمام سراسر جهان برسانیم. زحماتی که اینجا کشیده می شود، باور کنید اکثر کسانی که در این تلویزیون ها کار میکنن همینجا نشستن و به قول معروف در راه خدا این کارها رو میکنن. شما عزیزان هم مشارکت کنید، کمک کنید. انشاءالله که در هفته آینده اگر عمری باقی مون با جناب دکتر اینجا خواهیم بود. تا اون موقع همه شما عزیزان رو به خداوند کریم و رحیم میسپارم. هر جا که هستین دعاگوی یکدیگر باشین. تا هفته آینده، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Yeah.